اسماعیل عزیز سلام بر شما، امیدوارم سلامت باشین، سازتون کوک، دلتون شاد و دماغتون چاق باشد. زنده یاد مهندس مهدی بازرگان. در رساله دل و دماغ به مردم باصفایی اشاره میکنه که مرعوب نفرین ها و مفتون آفرین ها نمیشدند. در گرد و غبار روزگار قوه تشخیص خود را از دست نمی دادند و وقتی از در و دیوار آیه یأس می بارید و خیلی ها زانوی غم به بغل می گرفتند که دل و دماغ ها رفته است، شور و سرور بر اونها حاکم بود. امیدوارم حالا عمر کنید اسماعیل، به قول قدما پیر شید و ریشتون چله بشود، اما همیشه زنده دل و سرزنده بمانید و مبشر شادی و امید باشید. ممنون از شما، سلام بر شما، امیدوارم که شما هم با این همه کار و تلاش سرحال باشید و بتونیم با همدیگه این خلاصه حدیث هجران و خون جگر رو به خاطر شادی های آینده و روزگاری که با تجربه های گذشته و تلاش و پایمردی آینده روشن خودش نشون میده خلاصه جلو بریم. اسماعیل، این دوازدهمین بخش از گفت و شنود با شما در مورد مقوله است که در گفتمان آقای مسعود رجوی انقلاب ایدولوژیک، انقلاب درونی نام گرفته است. درست. از شما چه پنهون آماده شدم برای این بخش برای من خیلی خیلی دشوار بود. چرا؟ چون میدونستم میرسیم به مقطع حمله ارتش عراق به کویت در زمان صدام با پیامدهای سهمگینی که به دنبال داشت و مجاهدین را هم به ابتلا و دست انداز انداخت. متن کامل مذاکرات آقای مسعود رجوی با سپهبر صابر دوری رئیس استخبارات عراق در تابستان 1991، همچنین مباحثی که با سپهبد طاهر جلیل حبوش از مقامات مهم امنیتی عراق در سال 99 و دو نوبت در سال 2000 انجام شده و بیش از 150 صفحه است، نه اون ویدئوی ناقصی که در یوتیوب گذاشتن، این را متاسفانه خوانده بودم. البته نفس مذاکره اشکالی ندارد و سازمانی با عرض و طول مجاهدین معلوم است که باید برای حل و فصل مسائل خودش با مقامات کشور میزبان تعامل داشته و تنظیم رابطه کند. نفس مذاکره که ایرادی ندارد، لازم هم هست، اما در اون گفتگوها حبوش به ویژه غلطهای اضافی هم می کند. از جمله به آقای مسعود رجوی می گوید چه بسا در آینده نزدیک با توجه به آینده و چشمنداز مخابرات شما را برای مأموریت‌های مکلف کنیم. گرچه آقای رجوی هوشیارانه پاسخ می دهد و می گوید شما 1000 تانک هم به من بدهید، وقتی که مسئله سیاسی حل نباشد این لیوان سم است که به من میدهید و ما نمیخواهیم طوری باشد که آخوندها بگوین اونها در دست دشمن ما هستند و جزئی از گارد ریاست جمهوری عراق شدن، اما میتوانیم برای اون راه حلی پیدا کنیم، کما اینکه کردیم بعد از جریان عملیات سیار شیرازی و برگشتن از اون. برادران مخابرات بعضی از درخواست‌های عملیات را به ما گفتند که ما هم قبول کردیم و تمام اون را در کرمانشاه و در دسفول انجام دادیم. حبوش می‌پرسد سوژه‌ای که به شما دادیم که تصفیهش کنید چی بود؟ آقای رجوی میگن یکی از نیروهای نوع بدر در موسیان بود. ایشون در جای دیگه میگه ما قبلا توافق داشتیم که بعضی از افراد را برگردونیم ایران، یعنی تحویل ایران بدیم.
این افراد کسانی هستند که نباید دیگه پیش ما باشن. برای بازگشتشون به ایران لیست اونا رو تحویل دادیم، اما درخواست ما اینه که نمیخوایم اطلاعات این افراد قبل از ورود اونها به دستگاه اطلاعاتی رژیم ایران داده بشه. میخوایم این افراد قبل از اینکه به ایران بازگردند امکان تماس با هیچ کجا نداشته باشند. نمیخوایم یو این و صلیب سرخ جهانی مطلع بشن، اونا را به داخل خاک ایران طرد کنید. ذکر و فکرم را گفت و شنوده با شما اسماعیل گرفته بود. اینکه چی بپرسم و به خصوص چی نپرسم تا گفت و شنود ما به مزاق نوکران استعمار و ارتجاع خوش نیاید و از منزلت کسانی که با نیت آزادی خواهی خود را به آب و آتش زدند نکاهد. اینها ذهن منو گرفته بود. میدونیم کم نیستن کسانی که آزادی براشون تجارت است و نه آرمان، و در رابطه با مجاهدین هم قربتن الال ارتجاع به شبهات دامن میزنند و مخالف خانی میکنند. نمیخواستم و نمیخوام ستم قاتلین زندانیان سیاسی، نیری ها، رئیسی ها، پور محمدی ها، مقیسه ها، اسماعیل شوشتری ها، سید حسین مرتضوی زنجانی ها کمرنگ و فراموش شوند. نمیخواستم و نمیخوام اونها که اوایل انقلاب پشت حوادث دردناکی مثل قارنا و قلتان در کردستان بودند، در ورای بحث پاک شما از جمله اون چه بعد از حمله صدام به کویت در کردستان عراق میگذره و ما صحبت میکنیم، اونا گم بشه و از یاد بره. خیلی با خودم کلنجار رفتم، آخرش زدم به صحرا و تک و تنها ساعتها بود ساعتها در دل طبیعت قدم زدم و فکر کردم. هر وقتم رعد و برق می شد و شرشر بارون می بارید چادر می زدم. نه یک روز، نه دو روز، چند روز که چه خاکی به سر بکنم با این گفت و شنود. یا باید از این گفتگوی پاک شما سرسری می گذشتیم و به برخی وقایع اتفاقی اشاره نمی کردم اصلا، که در این صورت جفا و کتمان حقایق بود، و یا مرارت بیان کلمه حق را بپذیرم و از ملامت ملامتگران از میدان به در نروم، چرا که نیت من شما نیست، حق پوشی نیست، زیر پا گذاشتن انصاف نیست و از موضع ضدیت با غارتگران هر سو نسل این میهن ستم دیده است که این کجی یا اون ناراستی را تحمل نکرده محنت و بلا را بر خود میخریم. یاد مانس اشپربر افتادم که دائما زیر زر بود که این یا اون موزگیری تو علیه استالین خوراک فاشیست هاست، و او به درستی میگفت نکنن کاری که چون از اون نقد شود فاشیست هاست و استفاده کنن. آیندگان هرگز سکوت ما را به این بهانه که دشمن استفاده میکند نمیبخشن. یاد ناظم الاسلام کرمانی افتادم که برای نوشتن تاریخ بیداری ایرانیان، که اگر نبود خود کسروی میگه من هم نمیتونستم تاریخ مشروطیت را بنویسم، به خاطر اون کتاب مشروع خواهان تا تونستن او رو در تنگنا قرار دادن و دست در دست امثال این و دوله پشت سرش قصه ها ساختن، پرونده سازی کردن. اما او گفت خداوند به قلم سوگند خورده و من نمیتونم جواب وجدانم رو بدم، باید بی خوشایند این و بدایند اون وقایع اتفاقیه رو بنویسم بگویم. اگرچه استفاده از تهمت نماد پلیدی و بیمروتیست، اما مشروع خواهان با برداشت کور از باب فقهی مباهته و روایت اذا رأیتم اهل ریب باهتوهم، تهمت به آزادی خواهانی چون ناظم الاسلام کرمانی را مجاز دانستند. چرا؟ چون او محبوب بود، نمیتونستند کلمه را با کلمه پاسخ بدن، به بهتان و تهمت رو آوردن. اسماعیل اگه خودمون رو به اون راه بزنیم و آسا بریم و آسا بیاییم تا خر شلمون نلنگه، البته خیلی راحت تره، آماج بیمروتی ها و قساوت های آلوده هم نمیشیم. شما خودتون اهل قلمین،
انسان دردمندی هستین، شما میدونین من چی میگم. من این وضعیت خود شما رو من دارم، رئیس پر از خار، ما بر استخوان‌های خودمون در حقیقت داریم راه میریم، بر بدنهای به خاک افتاده خودمون، ولی چیزی که ما میگیم چیز پنهانی نیست، سالها قبل از ما گفته شده و ما داریم بر جاده‌ای که از انقلاب ایدئولوژیک صحبت میکنیم اشاراتی بینا میکنیم. قبلا هم من گفتم وقتی که در یک مربع و یک حصاری که با اشتباه شروع میشه و در درونش 30 سال فداکاری و جنگ با آخونده است، همینه دیگه. ما یا باز سکوت بکنیم بگیم انشالله بزه، یا اقلا برای اینکه مشخص بشه ما چی کشیدیم و چرا اینطوری شد باید حرف زد، باید صحبت کرد. در مقابل خب کسانی اگر جواب دارن، اگر میتونن نقد بکنن، اگر رد کنن وارد بشن. امیدوارم که این گفتگو یک شمع کوچکی باشه برای جلوگیری از اشتباه در آینده. کاری که ما داریم میکنیم نه در دشمنیه، بلکه فریاد یک نسلی است که نمیخواد حکایتش فراموش بشه و میخواد این حکایت در آینده خلاصه به عنوان یک تجربه شمع راه آیندگان بشه. همینو بس. اسماعیل، 11 مرداد سال 69، 2 اوت 1990، حزب بعث عراق و مشخصاً صدام حسین در ادامه نابخردی‌های پیشین به کویت حمله نمود و پای بیگانگان را بیش از پیش به خلیج فارس باز کرد و در پیامد آن دیدیم نیروهای چند ملیتی چه بر سر مردم آن کشور آوردند و کارتل‌ها و تراس‌های جنگ‌افروز چه شادی‌ها کردند. زمیم شدن کویت به عراق باعث بروز بحران‌های بین‌المللی گشت و پس از آن همکاری بین آمریکا و شوروی سابق باعث شد تا موضوع به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شود و این شورا تصمیم گرفت اگر عراق نیروهای خود را از کویت خارج نکند، اجازه استفاده از زور علیه این کشور را خواهد داد. 23 مرداد 69، 12 روز بعد از حمله به کویت، صدام در آخرین نامه‌ای که به رفسنجانی نوشت، عقب نشینی و تبادل اسرا را هم مطرح کرد و آقای مسعود رجوی کار صدام را به قرارداد برسلیتوفسک که سال 1917 لنین به آلمان‌ها و اتریشی‌ها پیشنهاد ترک مخاصمه داد تشبیه نمود، که اون شبیه سازی ناروا بسیار تعجب آور بود. بگذاریم. اسماعیل، ما به این دوران یعنی اشغال کویت و واکنش آمریکا و انگلیس و متحدینشون دوباره برمیگردیم، اما پیش از اون اگر شما ناگفته‌هایی از بحث جلسه گذشته یعنی موضوع امام زمان در سازمان دارید و باقی موند لطفاً بفرمایید. حوزه 20 تا 30 تا ایمیل برای من اومده که در مورد جلسات امام زمان اشاراتی شده بود که بعضی نکات گفته نشده. در رابطه با امام زمان گفتم میشه ساعت‌ها صحبت کرد، چون یک بحثیه که به نظر من پای سنگینش از زاویه من کاملا زاویه ایدئولوژیک داشت، یعنی راهی رو که آقای رجوی تو انقلاب ایدئولوژیک رفته بود و اون حفره‌هایی که وجود داشت و اون تشابهاتی که بین ایدئولوژی ارائه شده توسط آقای مسعود رجوی با همه زرق و برق‌ها و چیزهای گیج کنندش با اندیشه آخوندها درباره امام زمان وجود داشت، اینا رو به اینجا میرسون. در هر حال به نظر من بُعد اصلیش بُعد ایدئولوژیک بود، بُعد فرعیش که البته خودش خیلی مهم بود، خلاصه گرفتن اقتدار مطلق سیاسی و من جمله پوشوندن اون فاجعه‌ای بود که تو عملیات فروغ جاویدان رخ داد و بیش از خلاصه 1400 نفر یعنی 1/3 1/4 ارتش آزادی بخش از بین رفت، یعنی افراد جان باختند و عده زیادی زخمی شدند و جلسه امام زمان میتونست با تثبیت موقعیت آقای رجوی
روی اینم پرده بندازه. این چیزهایی که الان میشه گفت، بیشتر از اینو گفتم ساعت ها میشه صحبت کرد، ولی جاش به نظر من تو این بستری که ما داریم جلو میریم نیست. بسیار خوب اسماعیل، از دوران حمله عراق به کویت من سوالاتی دارم، مثل اینکه اون موقع خود شما کجا بودین یا مجاهدین در این دوران چه کردن؟ آیا در چنین شرایطی انقلاب ایدئولوژیک ادامه داشت، قطع شد و از این قبیل؟ اما اجازه میخوام به وقایع اتفاقیه اون زمان اشاره بکنم تا بس برای کسانی که اون مقطع رو به یاد ندارن در روشنی قرار گیرد. حتما به نظر من این چارچوب، برای اینکه ببینید ما تو این نقطه در قاب یک مسائلی که ظاهرا ربطی نداشت به ارتش آزاد و مجاهدین به اجبار قرار گرفتیم و همه این فعل و انفعالات روی سازمان و مجاهدین و من جمله انقلاب ایدئولوژیک تأثیر خودشو داشت، بنابراین باید بهش پرداخت. بسیار خوب ببینین، به دنبال حمله ارتش عراق به کویت، وزیر امور خارجه عراق طارق عزیز و جیمز بیکر وزیر امور خارجه آمریکا 19 دی 1369 در ژنو با هم ملاقات کردند تا شاید بتونن در آخرین دقایق به نتیجه‌ای دست یابند که از بروز جنگ جلوگیری شود. من یادمه که به خواست آقای رجوی دو مترجم برجسته سازمان به سرعت متن اون گفتگو رو به فارسی برگرداندن، بخشی را از متن عربی آقای قربان علی حسین نژاد و بخش دیگر را از متن انگلیسی آقای فرید سلیمانی ترجمه کردند، برای اینکه آقای رجوی نیاز داشت و لازم بود هر چه زودتر اون را مطالعه کنند. به نظر من برخلاف اون چه در مذاکرات طارق عزیز و جیمز بیکر طرف آمریکایی عنوان می‌کرد، آمریکا منتظر ورود ارتش عراق به کویت بود. چهارشنبه سوم مرداد 1369، 8 روز قبل از ورود ارتش عراق به کویت، سفیر آمریکا در عراق آوریل گلسپی با رئیس جمهور عراق ملاقات داشت. با اینکه در اون دیدار صدام اوج هوشیاری را به خرج داد تا آمریکا را به دشمنی با عراق نکشاند، اما سفیر آمریکا موفق شد این گونه به وی القا کند که در صورت ورود او به کویت آمریکا دخالتی نخواهد کرد. توجه داشته باشیم که در سال 60-61 به بعد ریگان دولت عراق را از لیست رسمی کشورهای تروریستی خودش حذف کرده بود و سال بعدش صدام حسین مهماندار دونالد رامسفلد در بغداد بود و موافقت کرد که با شرکت‌های آمریکایی راه بیاد. همچنین در سال 1987-88 انهدام سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس به وسیله کشتی‌های جنگی آمریکا به تغییر توازن قوا در جنگ به نفع عراق کمک کرده بود و قطعنامه‌های سازمان ملل در محکوم کردن عراق به استفاده از بمب‌های شیمیایی را هم آمریکا وتو کرد. واشنگتن تقریبا 1 دهه بود که سیاست گسترش ارتباطات خودش با عراق را در پیش گرفته بود. حکومت ریگان در طول جنگ 8 ساله مبلغ حدود 37 تا 38 میلیارد دلار به عراق کمک کرده بود که تقریبا همش به صورت اعتباری بود. همچنین میلیاردها دلار کمک کرده بود تا صدام با شوروی طرح دوستی نریزد. به دلایل فوق رئیس جمهور عراق هوا برش داشت و با طناب سفیر آمریکا در عراق و امثال رامسفلد به تهیچار رفت. در ملاقات با سفیر آمریکا رئیس جمهور عراق گذشت از مسئله برقراری رابطه دیپلماتیک، از بدهی‌های عراق گفت و از کشورهای عربی شکایت کرد که قدر فداکاری عراق را نمی‌دونن، نه فقط سپاسگزار نیستن، تازه تولید نفت خود را هم افزایش داده، باعث شدن قیمت نفت کاهش پیدا کند. این کاهش قیمت برای عراق یک فاجعه است و اینجوری ادامه داد، این عین سخنان اوست تا اونجایی که به خاطر دارم: ما امیدوار بودیم که آمریکا در رابطه با عراق
تصمیمات درست اتخاذ خواهد کرد، ولی مشاهده میکنیم که شما بدون دلیل برای کاهش بیشتر قیمت نفت میکوشید و این به معنای جنگ دیگری بر علیه ماست. شما وقتی از دوستان خودتون در منطقه صحبت میکنید از عراق خبری نیست. من به شما اطمینان میدم اگر ایرانی ها پیروز میشدن در این جنگ، بدون استفاده از بمب اتمی نمیتونستین اونا رو متوقف کنید. چرا؟ چون جامعه نمیتونه پذیرای 10,000 جسد در یک جنگ باشه. آیا پاداش عراق برای نقشی که در تأمین ثبات منطقه و حفظ اون از سیلی ناشناخته ایفا کرد این بود؟ اینه؟ منطقی نیست. منطقی نیست به مردم ما که در 8 سال گذشته رودها از خونشون جاری شد بگیم حالا باید تجاوز کویت، امارات متحده یا آمریکا یا اسرائیل هم بپذیرن. ما آمریکا رو در میان دشمنانمون جا نمیدیم. ما شما رو جایی که دوستانمون هستن قرار میدیم و میکوشیم دوست شما باشیم، ولی شما ما رو دوست خود به حساب نمیارید. سفیر آمریکا در پاسخ گفت: ببینین، ما درباره درگیری‌های میان عرب مثل اختلاف مرزی شما با کویت هیچ نظری نداریم. مسئله کویت ربطی به آمریکا ندارد. بعد گفت: امیدوارم شما بتونین به کمک ما یا حسنی مبارک یا هر جوری که میتونین اینا رفع کنین. ولی آقای رئیس جمهور، حالا شما تازه از یک جنگی پردرد گذشتین. من بهتون صریح میگم که میبینیم سربازاتون در جنوب کشور مستقر شدن. البته این به ما ربطی ندارد. من میخواستم دوستانه، واقعا دوستانه از شما بپرسم که علت این همه سرباز در اون منطقه چیست؟ یک بار دیگه من بهتون تکرار میکنم که البته ما نظری درباره اختلاف مرزی شما با کویت نداریم. این به ما ربطی ندارد. 2 روز بعد از ملاقات فوق، یعنی جمعه 5 مرداد 69، سازمان سیا گزارش داد که عراق حتما چند روز دیگر کویت را اشغال خواهد کرد. 3 روز مونده به واقع، سیا استقرار نیروهای عراقی در مرزهای کویت را به وزارت دفاع و کاخ سفید گزارش داد. 2 روز مونده به ورود ارتش عراق به کویت، معاون وزیر امور خارجه در مسائل خاورمیانه در کنگره آمریکا گفت: آمریکا هیچ تعهدی نداره تا از کویت دفاع کنه. ما هیچ برنامه‌ای نداریم تا در صورت حمله عراق به کویت از کویت حمایت کنیم. به زبان ساده یعنی گرا دادن به صدام حسین که اگه شما حمله کردی ما چشمامونو میبندیم. اما عملا چی شد؟ کمتر از 1 هفته بعد دیدگاه آمریکا از این رو به اون رو شد. آیا در فاصله 2 روز یا 3 روز سیاست کشور بزرگی مثل آمریکا عوض میشه؟ واقعش اینه که صدام با همه هوشیاریش در تله‌ای که جنگ افروزان کار گذاشته بودن گرفتار اومد. بگذاریم. اسماعیل، درسته که در عراق مسجد و کلیسا و کنیسه و معبد و میخانه کنار هم بودن و در دولت سوری هم که بود نماینده همه مذاهب و اقلیت‌ها، حتی کسانی با گرایش چپ و سوسیالیستی حضور داشتند و نوعی لایسه با مسامحه رو به روش بود در اونجا و عراق به نسبت سایر کشورهای عربی اوضاع بهتری داشت و عیش و عشرت و خرافات مذهبی در اون برخلاف دستگاه شیوخ در عربستان و کویت و بحرین مثلا حاکم نبود. ولی اگه نخواهیم تنها یک روی مسئله رو ببینیم، نباید ندانم کاری های حزب بعث و مسئولیت خود صدام رو که پرش مجاهدین رو هم گرفت و بعد خواهیم رسید فراموش کنیم. دنیا نمیپذیرفت که چون روز و روزگاری کویت استان 13 عراق بوده، پس اشغال اون رواست. بغداد هم روزی باغ داد بود و ایرانیان در اون حرف اولو میزدن در گذشته های دور. کویت در سال 1962 میلادی به عنوان 111 کشور به عضویت سازمان ملل در اومده بود و دولت عراق 1 سال بعد اونو به عنوان یک کشور مستقل پذیرفته بود، به رسمیت شناخته بود. به علاوه، مگه آمریکا و غرب میتونست از کشوری، از کویت که ذخایر نفت اون 3 برابر ذخایر نفتی آمریکا و 10% از کل ذخایر نفتی جهان به راحتی بگذره؟ خب در تئوری تصمیم گیری در حزب بعث بر اساس اجماع بود مثلا،
اما در عمل همه تصمیم‌های اصلی و مهم رو خود صدام اتخاذ می‌کرد. من یادمه که یک خبرنگاری به طارق عزیز گفت من میتونم یه سوال صمیمی از شما بپرسم؟ او اجازه داد. گفت آقای طارق عزیز، شما یک دیپلمات زنده و هوشیار هستین، مگه جهان امروز و معادلات بین‌المللی رو نمیشناختین شما؟ گریم کویت اصلا در گذشته مال عراق بوده، در زمان عبدالکریم قاسم اینطور که شما میفرمایین استانی از عراق بوده. بسیار خوب، آیا شما فکر نکردین ورود ارتش عراق به اونجا از سوی غرب با واکنش بسیار جدی روبرو میشه؟ طارق عزیز پس از یک مکس طولانی و معنیدار گفت ما همون آغاز گفتیم، من همه چیز را گفتم، اما شما میدونین نظر سید و رئیس برای همه ما محترم است. بعد از داستان کویت برنامه‌ای با عنوان ملف یعنی پرونده، با عنوان ملف از تلویزیون عراق پخش شد و ضمن نشون دادن شقاوت ارتش آمریکا که پلا و بیمارستانا را نیز بمباران کرده بودند، وزرای دولت یکی یکی می اومدند و صحبت میکردند. در اون برنامه به مردم روحیه میدادند، اما صحبتاشون معلوم بود که اصلا خبر رفتن ارتش عراق به کویت را از رادیو شنیده بودند. صدام بر این باور بود که جنگش با ایران به سود کشورهای حوزه خلیج فارس بوده. انتظار داشت که دولت‌های عربی بدهی‌هاشون رو ببخشن و می‌خواست که 30 میلیارد دلار که کویت قرض داده بود بخشیده بشه که اونا زیر بار نرفتن. همچنین صدام به کشورهای صادرکننده نفت فشار می‌آورد تا از تولید خودشون بکاهن تا قیمت نفت بالا بره و کویت قبول نمی‌کرد. عراق به پول نیاز داشت برای بازپرداخت بدهی‌های خودش. نفتی که می‌فروخت کافی نبود و اینطور که تلویزیون عراق گفت و من خودم شنیدم، کویت مقادیر زیادی نفت استخراج می‌کرد و بعضی چاه‌ها را به ادعای دولت عراق در خاک عراق زده و بهره برداری می‌کرد. صدام هم لج کرد و گفتش که من اصلا خطوط مرزی عراق کویت رو که اول از همه بریتانیا 1922 تعیین کرده قبول ندارم و کشور کویت هیچ حقی برای موجودیت اصلا نداره جز و عراقه. و بعدم کم کم ما دیدیم که به کویت حمله شد. بعد از حمله هم صدام گفت ما وقتی میایم بیرون که اسرائیل از نوار غربی رود اردن و بلندی های جولان و نوار غزه بره بیرون که متحدین نپذیرفتن. مارگارت تاچر و سیاستمداران آمریکایی خودشون ادعا میکردن که هراس اینه که عراق به عربستان هم که نفخیزه حمله بکنه و همه چیز به هم بریزه و بنابراین اوکی ورود متحدین و اون حمله های هولناک و مرگبار داده شد. یادتونه که اون زمان بود که جورج بوش پدر صحبت از نظم نوین جهانی کرد. اون همه اسیر، 175 هزار عراق اسیر داد، حدود 100 هزار نفر کشته داد، تمام جنگ افزارهای شیمیایی بیولوژیک از بین رفت، بازرسا هر جا دلشون میخواست قدم میگذاشتن، تحریم های تجاری ادامه پیدا کرد، صادرات نفت را هم جلوگیری کردن و غیره و غیره و غیره. حالا میایم اینجا. کمی بعد در پیامد اون جنگ شوم آقای حبوش میگه 4 روز بعد از واقعه گروه های قومی و دینی عراق سر به اعتراض برداشتن. البته شورش کردها در شمال و شیعیان در جنوب و مرکز عراق با بیرحمی تمام پاسخ داده شد. اسماعیل، شما در این دوران یعنی حمله عراق به کویت و بعداً بمباران و تهاجم آمریکا و متحدینش کجا بودید؟ ببینید من براتون توضیح میدم، منتها اگه اجازه بدید من یک دقیقه فقط بفرمایید. ببینید شما حرفا رو زدید، یعنی زمین ها رو خیلی روشن بیان کردید که چه ماجرایی رخ داد. اگه من بخوام وسیع‌تر ببینم این ماجرا در حقیقت از سقوط شاه و روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی و به هم خوردن اون نظم کهنی که تو منطقه وجود داشت شروع شد. صدام حسین موقعی که جنگ با ایران شروع کرد، در تمام طول سالهای جنگ که من خودم مدت‌های مدیدی از این سالها رو در نقاط عراق بودم، حالا یا بنی زادگان یا اشرف
شاهد بودم. ببینید جنگ به داخل عراق برخلاف ایران که بخشایش ویران شده بود، صدام نذاشته بود بیاد. یعنی تو بغداد که مثلا شما میرفتید یا کرکوک یا سلیمانیه، به جز موشک برانی مردم زندگی عادیشون رو داشتن، اقتصادش خیلی خوب کار میکرد، غذا فراوان بود، امنیت کاملا وجود داشت. عراق کشوری بود که توش تن فروش وجود نداشت، شما نمیدیدید. من کارت عدم تعرض داشتم، قبلا هم فکر کنم گفتم، به خاطر اینکه میخواستم بغداد رو خوب بشناسم، چون بغداد تاریخش با تاریخ ایران به خاطر مدارسش، به خاطر حکومت آل بویه، به خاطر خیلی چیزها پیوند خورده. بر پل بغداد منصور حلاج رو بر دار کشیدند و سوزوندند و خیلی حوادث دیگه اونجا اتفاق افتادیم. من یک کارت عدم تعرض داشتم، شبا میرفتم میگشتم بعضی شبها در بغداد. ببینید امنیت 100% بود، گدا مطلقا وجود نداشت، تن فروش وجود نداشت، با یک یا دو دینار شما میتونستید بهترین غذا رو بخورید. بعد از اینکه جنگ تموم شد، در حقیقت صدام حسین نه تنها در عراق بلکه در تمام کشورهای اطرافش من جمله اردن با لقب بطل الابطال العرب، یعنی قهرمان قهرمانان عرب نامگذاری شده بود. از مرز اردن که عبور میکردید عکس صدام دو برابر ملک حسین توی مرزبانی اردن به دیوار زده شده بود و خلاصه یه چهرهی شده بود ستودنی که این فوق العاده میتونست خطرناک باشه برای جهان غرب. یک آدمی بعد از یه جنگ 8 ساله با اون مختصات فکری، یک آدمی که گفتم که صدام واقعا یه حکومت عجیب غریبی بود، یه حکومت سوسیالیستی بود در حقیقت، حکومت صدام سوسیالیستی آمیخته با دیکتاتوری شدید تا جایی که به مردم خلاصه معمولی برمیگشت، به کشاورز و کارگر و اینا امکانات در اختیارشون بود، ولی تا جایی که به نفس کشیدن فکری برمیگشت، هر نوع نفس کشیدنی رو به سمه دیکتاتور از بین میبرد و همین هم موجب شد که مملکت فقط تک صدایی باشه و سرانجام بیفته تو دامن خلاصه این جنگ وحشتناک. در هر حال من فکر می‌کنم رو این مسئله باید دقت بکنیم که غرب چهره مثل صدامو بر نمیتافت و گذشته از اون پول کلانی که در اختیارش گذاشت ریگان و بعد پول قرضی که از کویت داشت و داستان مرز کویت که میگفتن کویت یعنی کوت کوچک، یعنی مال عراق بوده و این مرز بندی‌ها رو قبول نداریم، و اخلاقیات خود صدام که نه تنها کویت بلکه رو نقشه عراق، خوزستان که بخشی از ایران هست، اساساً به رنگ عراق رنگ‌آمیزی شده بود از همون سال 60 تو روی نقشه های عراق. ولی این مسئله خیلی مهمه که در حقیقت یک دامی گذاشت، افتاد تو دام، در حالی که روشن بود همون روزی که اعلام حمله شد. من با چند تا از این رفقای نزدیکی صحبت میکردم، گفتم امکان نداره مملکتی که 10% نفت جهان زیرش خوابیده و اون شیخش روابط حسنه ای داره با غربینا که نمیذارن که خب حاصلش هم دیدیم دیگه، شما بخشیشو گفتید ولی فجایع خودتون هم میدونید بیش از اینا بود، نزدیک 200,000 نفر سرباز از بین رفت زیر اون بمباران های شدید وحشتناکی که همه سلاح‌های جدید آزمایش شد. بعد حدود فکر کنم 1 تا 1.5 میلیون نفر در پیامدهای قحطی اقتصادی که هیچ وقت عراق ندیده بود به خودش، مخصوصا بچه‌ها و کودکان و سالخوردگان از بین رفتن و خلاصه عراق در حقیقت با 2 میلیون از جسد شهروندانش خاکهایش پر شد. این نکته بود که من می‌خواستم اشاره بکنم و همینجا بگم که بعد از اینکه این جنگ ایران و عراق تموم شد و این بطل الابطال العرب شدن صدام حسین قهرمان و خلاصه ملت‌های عرب، من یادمه که یکی دو تا شب شعر تو نینوا برگزار شد که این برای من جالب بود که تمام شعرهای عرب تقریبا حتی شاعران بسیار معروف و خوشنام اومدن در بابل یا بابلون و اونجا شعرخوانی کردن و ستایش از صدام حسین، که این خودش نشون میداد تا کجا این پایان جنگ ایران و عراق صدام رو در دلها نشونده. و طبعا اربابان جهان که برخلاف من و شما که نقشه هامون برای زندگی خصوصیمون فقط 2 روز با
بعد رو شامل میشه و برای زندگیمون شاید 6 ماه بعد و اونا برای 100 سال آینده برنامه می‌ریزن، حواسشون کاملا جمع بود با کی طرفن. و همین دلیل باید این فرد خلاصه سیستمش نابود میشد و این آغاز ماجرایی بود که الان با داعش و به هم خوردن وضعیت چند تا کشور تو منطقه و اون موج کشتار و خونریزی ها ادامه داره. این از این منتها این که در این مقطع من کجا بودم، میفتیم روی خط اصلی بحثی که داشتیم در مورد انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین. من در این مقطع به اصطلاح هول هوش همین جنگ حمله اول آمریکا به عراق و اشغال کویت در پایگاه بریزادگان بودم که در مقطع دومین طلاق، یعنی یک طلاق انجام شد و دوباره من برگشتم بعد از یک سال پس از مدتی به دلایلی که توضیح دادم که تشکیلات در این که دوباره به اصطلاح گفته بود با هم زندگی کنیم ولی اساسا شدنی نبود و خلاصه فعل و انفعالاتی رخ میداد که عملا باعث تلاشی خانواده ها میشد، دومین برخورد رخ داد و دومین ازدواج در حقیقت تو این مقطع بود که من اعلام کردم دیگه نمیخوام تو بخش تبلیغات کار بکنم، چون حقیقتش اینه که احساس کردم دیگه قلمم به دلم وصل نیست. یعنی تو طول سالهای گذشته به قول معروف از دل و جان اگر چیزی نوشته میشد، حالا یا ضعیف یا قوی یا کم یا زیاد، از دل و جان برمیخواست. ولی من احساس کردم که دیگه نمیخوام بنویسم تو این سیستم، میتونم از دستم استفاده کنم برای باغبونی، برای بیل زدن، برای نمیدونم اول دادن ماشین یا هر کار بدنی، ولی دیگه نمیتونم بنویسم، دیگه نمیتونم به سرایم. و گفتم میرم. یادم که تو دومین خلاصه برخوردی که رخ داد و رفتیم در محل اقامت آقای رجوی و دوباره بحثی شد و دوباره ما ازدواج کردیم با همسر سابق شده، همونجا قرار شد من به قرارگاه اشرف برم و تحت مسئولیت مستقیم شاعر و نویسنده و عضو تحریریه مجاهد آقای حمید اسدیان و تحت مسئولیت بالاتر خانم سهیلا صادق در بخش ترابری مشغول به کار بشم. و روز بعد یا دو روز بعد من از پایگاه بدیزادگان رفتم به قرارگاه اشرف و خودم رو بخش ترابری معرفی کردم. این اولین تجربه من بود، یعنی در طول سالهای گذشته تمام وقت من در بخش‌های موسیقی سازمان، بخش ترانه و سرود، بخش تحریریه نشریه مجاهد و بخش تحریریه و اجرایی صدای مجاهد و نیز سیمای مقاومت فعال بودم. این اولین باری بود که در حقیقت من از یک بخش روشنفکرانه به جای منتقل می شدم که محل رزمندگان بود و بدنه اصلی سازمان مجاهدین و ارتش آزاد بخش ملی. خب قرار بود که یک نصف بنگالی به من داده بشه که دادند و من اونجا به کارهای فکری من برسم، چون گفتم که من هر کاری لازم بکنم ولی به خاطر کارهای قلمی خودم، نه کارهای رادیو. یک جایی میخوام یه کوچولویی که خب تو اشرف درندش چندان مشکل نبود که یک بنگالی در اختیار بگیرم. یه نصف بنگال کوچیکی حدود 2 متر در 3 متر تو همون بخش ترابری من دادن، ولی نشونی که چند روز بعد آقای اسدیان جا به جا شد و مسئول ما یکی دیگه شد و یه روز که رفتیم دیدیم بنگال توسط کسی دیگه اشغال شده و هیچ، من برگشتم و فهمیدم که خلاصه بنگالی در کار نیست، یعنی قولی داده شد و زیر پا گذاشته شد. در هر حال من خوشحال بودم که چند روز بعدم همسرم به سرم منتقل شدن و یه خونه ما تو بخش اسکان گرفتیم که تو اتاقی که به ما دادن قبلا فرمانده فتح الله مهدی افتخاری و همسرش اونجا زندگی میکردن، چون مهدی افتخاری پس از ماجرای انقلاب ایدئولوژیک تا
تحت برخورد قرار گرفت، دوباره ازدواج کرد و مشغول زندگی شد و حاضرم نشد که همسرش رو طلاق بده تا موقعی که به سر این همسر رو دادند که مهدی افتخاری شرمنده بشه. ولی فتح‌الله با این زن شروع به زندگی کرد و حاضر نشد ازش جدا بشه، که بعد همسرش رو طی ماجرای فرستن به خارج کشور و اون در اشرف باقی موند. در هر حال ما رفتیم تو این خونه و بعضی شبا من هم روزهای اولی که رفته بودم و هنوز همسرم نیومده بود، من در خوابگاه بخش ترابری درست دم درب ورودی قرارگاه اشرف، بلافاصله که وارد می‌شدیم سمت چپ، یکی از مجموعه خوابگاه‌ها و آسایشگاه‌های ترابری بود، بخش ترابری. شب اول من یه خاطره دارم که یادم نمیره. من دیر وقت بود که ساعت 12 شب رسیدم، رفتم خوابیدم، دیدم یه خوابگاهی که حدود 60-70 نفر مثلا تخت‌های 3 طبقه 2 طبقه خوابیدن و من چون دیر خوابیده بودم به سر خوابالو صبح دیدم سر و صدا بلند شدم. صحنه‌ای که دیدم واقعا برای شروع یک فیلم خوبه. این دیدم که تعداد قابل توجهی از افرادی که تو این آسایشگاهان مشغول برداشتن دستشون یا پای مصنوعیشون از زیر تختا هستن و بستن اون به دست و پاشون. اینا رزمندگانی بودن که در خلاصه عملیات دست و پاشون از دست داده بودن و دست مصنوعی داشتن، پای مصنوعی داشتن و من همونطوری که طبقه پایین تخت لبه تخت نشسته بودم با حیرت نگاه میکردم که مثلا با شوخی با خنده داشتن خلاصه دستشون رو میباسن پاشون رو میباسن و بعدشم راه افتادن رفتن و بعضی یه دست داشتن، مثلا که بچه ها بود که خیلی هم پسر خوبی بود، جواد اسمش بود، این واقعا با همون یک دستش تمام آسایشگاه رو جواد قندی؟ نه جواد قندی نبود، جواد قندی هم اونم یه عوضش از دست داده بود ولی یه جواد دیگه بود. بله اون موقع 20 سال 22 سالش بود، پسر خیلی شاد و نیرومندی بود که هر جا هست امیدوارم سلامت باشه. برحال میخوام بگم که اینا بچه های بودن که سالها جنگیده بودن و اون صحنه آسایشگاه نشوندنده نسلی بود که خلاصه سالیان سال با رژیم خمینی جنگیده بود و دچار نقص و عوض شده بودن خیلی ها، ولی با شادی و شور ادامه میدادن. من مشغول کار شدم. پستی که به من داده شد در حقیقت در پمپ، یکی از پمپ بنزین های به اصطلاح قرارگاه اشرف بود که من مسئول تحویل گرفتن روغن موتور و بنزین ماشین و خلاصه تقسیم اون به افرادی بودم که نیاز به بنزین و روغن داشتن، به طوری که پس از مدتی رزمندگان به شوخی منو با اسم خودمانی اسماعیل بنزین و اسماعیل روغن خلاصه صدا می زدن و اوقاتی که روی سکوی پخش بنزین و روغن کاری نداشتم طبعا کارهای مرتب کردن انبار ترابری بود، خلاصه یه انبارهای بزرگی بود که وسایل زیادی از ماشین‌های مختلف توش چیده بود، باید اینا سرشماره می‌شد، باید مرتب می‌شد، باید لاستیکا رو آدم می‌برد بالای قفسه‌ها می‌چیند، لاستیکا رو تحویل می‌داد و یک روز خیلی پرتکاپو که از ساعت 6 صبح شروع می‌شد، 6 و نیم صبح که ما بیدار می‌شدیم و نمازی می‌خوندیم و خلاصه حمام و اصلاحی اگر لازم بود و مشغول کار می‌شدیم تا در هوای گرمی که موقعی که خلاصه به طرف تابستون میرفت تا حدود 60 درجه تا حوالی غروب ساعت 5-6 بعد از ظهر که برمیگشتیم یک چند دقیقه استراحت و بعد مراسم شامگاه بود. جمعه ها کارهای ملی کاری بود به قول معروف، کارهای دیگه هم بود مثلا گویا فقط برای پر کردن وقت بود، مثلا تمیز کردن راه‌های خاکی، چیدن برگ‌های خشک که ما می‌کردیم، ولی الان که فکر می‌کنم میگم که به چه دلیلی. جوابی که می‌گیرم اینه که باید اوقات پر بشه. بودن من
توی پمپ بنزین به خاطر شناخته شدگی من مسئله ساز بود. من خودم متوجه نبودم، چون من راحت بودم و حتی بگم خوشحال بودم، برای اینکه با بچه‌های بیشیل پیله ساده فداکار واقعا و راحتی سر و کار داشتم که آدم از بودن با اونا لذت می‌برد. بچه‌های به رزمندگانی به صفا و سادگی آب و آفتاب. ولی مشخص بود که بودن من بالاخره سوال ایجاد میکنه که به چه دلیلی آدمی که 10 سال مثلا توی بخشای تبلیغات کار میکرده و کار مشخص و موثری داشته باید بیاد روی پمپ بنزین و با لباس چرب و چیل بنزین تقسیم بکنه. خب کارش هم نمیشد کرد، یعنی نه تشکیلات میتونست منو ورداره ببره، چون یک برال برگ مثبت بود به نفع من، احتمالا فکر میکردن که باعث پررویی خواهد شد و نه من قبول میکردم، برای اینکه واقعا نمیتونستم بنویسم. توی این روزها من فقط از حدود 1 سال قبل یه رمانی رو شروع کرده بودم که هنوزم ادامه داره، الان 20 ساله که ادامه داره. اینو مینداختم تو کوله پشتی ارتشیم و صبح می آوردم با امید این که یک فرصتی پیدا بشه من یه 10 دقیقه 20 دقیقه بتونم این رمان رو بنویسم یا ایده هایی که به ذهنم میاد یادداشت بکنم، ولی هیچ وقت این فرصت پیدا نمی شد. اینکه تا آدم می اومد یک فرصتی پیدا بکنه یک کاری پیش می اومد و خب شبام که نشست بود و می دونم بحث های انقلاب ایدئولوژیک و اینا بخشیش من شرکت می کردم بخشی نمی کردم، ولی تو همین کشاکش بود که یک بانوی بسیار دوست داشتنی شریف مهربان که لور هم بود، این یکی از مسئولین این قسمت پمپ بنزین شد. ظاهر این خواهر ارجمند که الان من یه خانم گرامی و محترم خشن و خیلی جدی بود، زنی بود نیرومند خیلی جدی خیلی پرکار و واقعا روز اولی که اومده بودم که این لاستیکای مثلا سنگین کامیون رو گذاشته رو شونه میبره بالا میچینه روی قفسه ها اینا خیلی تعجب کردم، ولی در درون این بسیار آدم مهربانی بود. یه روز به من گفت که با من بیا برای بازدید یکی دو تا انبار، چون چند تا انبار چیز ترابری تحت مسئولیت این بود. تو راه پرسید که این کوله پشتی چیه تا هر روز میاره اینا، بهش گفتم که من این دفترهای داستان رو میارم بنویسم و اینا ولی فرصت نمیشه و قلم و کاغذ اینا توشه. روز بعد دوباره با هم رفتیم که سر بزنیم به انبارا، دیدم که با لاستیک وسط یکی از این انبارها سولهای بزرگه اتاقی که درست کردی یه میز و صندلی گذاشته. بعد رفتیم تو، من خیلی تعجب کردم، من گفت خب لازم نیست تو بیای روی سکو، صبح که میای کارات کردی بیا اینجا و ادامه بده کارات بنویس، منتها فقط خودت بدونی. یعنی در حقیقت این نگران ذهن من بود و تا روزی هم که این توی بخش بود و من منتقل شدم بعد به تبلیغات، من فرصتی داشتم که حدود 300 صفحه از رمان اونجا در اتاقی که از لاستیکای کامیون و یک میز یک صندلی و با محبت این رزمنده مجاهد و زن گرامی بنویسم. یادش به خیر باد و امیدوارم هر جا هست سالم و سلامت باشه. بودن در ترابری واقعا یه دوره جدیدی بود برای شناخت من از بدنه ارتش آزادگان و رزمندگان و خیلی بیشتر از قبل موجب شد که من واقعا احساس دوست داشتن و نزدیکی به این افرادی رو که واقعا اینو بدون تعارف میگم، میگم که متاسفانه این نسل تکرار شدنی نیست و این نسل میتونست در صورت این که رهبران این همه در گرداب خطا و خودخواهی فرو نمیرفتن تاریخی رو به حرکت در بیاره، ولی این نسل متاسفانه در درون چارچوبی محصور بود که
اشتباه بود و با همه فداکاریاش به نظر من، خودشون چیزای دیگه میگن مسئولین و رهبران، خیلی چیزا از بین رفت تو این وسط. بچه‌ها بودن که واقعا بعضیاشون با هم شوخی میکردن وقتی که مثلا لخت میشدن که غروب توی رخکن همون برن، تو بازو و کتفشون جای دو یا سه تا گله بود، بازوهایی که بعضی وقتا تیر خورده بود از شکل افتاده بود، یعنی مثلا عضله پشت از بین رفته بود. به شوخی به یکی از بچه ها میگفتن، اسمش تورج بود، میگفتن تورج رو برای وقتی که گله میخوره برای بفهمیم کجا گله خورده، مثل ماشینی که پنچرگیری میکنن باید بریم تو آب تا قلقل بکنی، یعنی بارها تو عملیات گله خورده بود. خلاصه در یک کلام بگم که منو تو این دوره با یک افرادی بسیار دوست داشتنی، بسیار شجاع، بسیار فداکار آشنا کرد که در بخشی که خود من بودم این طوری من نایده بودم. واقعا بخش ما بخش بالایی بود، بخش تبلیغات، بخش رادیو، بخش تلویزیون، همیشه بخش یک عناصر روشنفکر، عناصری که قدرت ذهنی دارن توش کار میکنن. اینا بچه‌ای بودن که به قول معروف بدنه بودن و کارشون جنگیدن بود. کسایی که تو ترابری بودن همشون قبلا توی بخشای نظامی سالها کار کرده بودن و به دلیل جراحاتی که برداشته بودن بخششون منتقل شده بودن به اینجا. در همین حال و هوا و در همین وضعیت بود که خلاصه ماجرای حمله کویت یا حمله صدام به کویت رخ داد و همه چیز خلاصه به لرزه و تکون در اومد. بله اسماعیل، شما مسئولیت دو تا چارپا رو هم داشتی نه؟ ببینید این مال بعد بود، یعنی در حقیقت وقتی که جنگ شروع شد در حقیقت اشرف تخلیه شد و ما به یه منطقهی رفتیم که به اسم نوجول، الان دقیق یادم نیست، فکر کنم تو قسمت های شمال و آره من میدونم به تو میگم. بله اونجا اینجا یه کار بسیار عظیمی قبل از این شده بود، یعنی تو ساختن این منطقه که وقتی ما رفتیم واقعا یک شهری به معنی نظامی کلمه اگر بگیریم، نه حالا شهر بزرگی مثل نمیدونم شهر نمیدونم اصفهان که مثلا شهر نائین یا اردکان یا کرکوک سلیمانیه، ولی واقعا شهری با تمام امکانات، یعنی با سنگر، با انبار، با اتاقایی که خاک پنهان بود و تعداد زیادی کارگر کرد و عرب تحت مسئولیت رزمندگان ارتش آذربایجان کار میکردن اونجا و مشغول ساختمان بودن و در حقیقت بخش ترابری اومد تو یکی از درهای اطراف نوجول که حدود 3-4 کیلومتر با مرکز بسرا نوجول فاصله داشت مستقر شد. نوجول واقع در شمال عراق بود و در حد فاصل شهر کرکوک و شهرهای کفری و توز. بله اینو داشته باشین چون بعد ما به این آدرس کار داریم. دوباره میگم نوجول واقع در شمال عراق بود در حد فاصل شهر کرکوک عراق و شهرهای کردنشین کفری و توز. شما ادامه بدین. ما اومدیم اینجا همه چی درست شده بود، یعنی یه سری اتاقای فرماندهان و نمیدونم اینا بود که از زیر زمین بود، لبه بستر یک رودخونه بود که کفش به اصطلاح آشپزخونه ایجاد شده بود، بعد قسمت های بالاتر امداد وجود داشت، زمین صوبا داشت، در سرتاسر اینجا عکس های مشترک مسعود و مریم رجوی خلاصه بالای زیر پرچم ایران زده شده بود و فضا کاملا نظامی، همه افراد، تمام افراد، ما قبلا هم در اشرف یا بدیزادگان همه سلاح مخصوص به خودشون داشتن، هفته یه بار تنظیف سلاح داشتیم، بعد تمرین تیراندازی بود چه با اسلحه کلاشینکوف یا کلت، بچه های دیگه که رزمنده های بالاتری بودن و تو تبلیغات نبودن با سلاح های دیگه آموزش دیده بودن و توی این نوجول هم آموزش سلاح ها
ادامه داشت. من یادم میاد که ابراهیم آل‌ساخ خلاصه مسئول آموزش دادن شلیک با آرپیجی بود و یک روز که یکی از این خلاصه آرپیجی ها گیر کرده بود، من شاهد بودم که ابراهیم همه رو کنار زد و خودش مشغول بیرون کشیدن یک آرپیجی شد که هر لحظه امکان انفجارش میرفت و اینا. موفق شد بالاخره اونو آزاد بکنه. انواع و اقسام حیوانات اونجا وجود داشتن، مثلا آهو، بز کوهی، نمیدونم از این چیزا، و حتی پلنگ. مثلا گفته بودن که شب که میخواید برید مثلا دستشویی اینا، دو نفری برید، یکی خلاصه آماده باشه و یکی دیگه بره به اموراتش برسه، چون این منطقه پلنگ هم وجود داره. و اوایل گویایی که دوتا آهو زده بودن که بعد از طرف تشکیلات ممنوع شد، گفتن حق ندارید به هیچ حیوانی شلیک بکنید، که من یادم خیلی تأثیر مثبتی رو خود من داشت. تا جایی که من یادمه در حمله تهاجم اول آمریکا به دلایل مختلف و من جمله احتمالاً صحبتایی که شده بود، قرارگاه‌های مجاهدین مورد حمله قرار نگرفت، یعنی نه اشرف نه بدیزادگان هیچ کدوم بمبارون نشد. ولی در این مرحله واقعا سراسر عراق مثلا بغداد و دورورش و سرکوک و سلیمانی اینا غرق شعله‌های آتش و دود بود. هواپیمای متحدین به قول معروف می اومدن مثل برق و باد از سراسر ما رد می شدن، بمباشون رو فرو می ریختن در اطراف اکناف ماش، خلاصه شعله‌های دود و آتش و می دیدیم از اطرافمون که زبانه می کشه، البته نمی رسیم کجا رو اینا بمبارون می کنن. و خلاصه وضعیت عجیب غریب، یعنی بعضی وقتا وضعیت سورالیسی اصلا رخ می داد. یه مرا من یادمه که بر اثر بمبارون یه مرتبه دریای واقعا به مفهوم واقعی یک دریای از ملخ ها به پرواز درآمده بودن که آدم باید خودش می کشید کنار تو این دره ها اینا، و تعادل طبیعت به هم خورده بود. آدم احساس میکرد مثلا تو یک رویا داره به سر میبره. یا مثلا یه بار من یادمه که دفعه اولی که ما رفتیم، خب عادت کرده بودیم تو قرارگاه همه چی مرتب بود، حمام، دوش، نمیدونم ورزش، صبحگاه، شامگاه، علارمی، زندگی سخت، همه چی سر جاش بود. ولی وقتی اومده بودیم نوجود به دلیل بمبارون، آدم میرفت مثلا حتی یک وضو بگیره آژیر میکشیدن، آدم برگرده تو سنگرا. یه حمامی درست کرده بودن تو نوجود با چند تیکه حلبی و یک سقف و یه بشکه بالاش، یه افراد به نوبت میرفتن خودشونو میشستن. من یادم 20 یا 25 گذشته بود که من خلاصه نوبت من شد که برم یک دوش بگیرم اینا. 4-5 بار حالا تو این محیط کوچکی یک متری آدم باید بره لباسش دراره، پفنگش آویزون کنه، فانوسخش آویزون کنه، با پلاستیک بپوشونه که آب نریزه، تا آدم آماده میشد آجش کشنی میشد باید لباس بپوشدم برگرده. دفعه پنجم ششم 6-7 بار این تکرار شد دفعه چند سال. دفعه آخر وقتی آجر کشتم من گفتم ولش کن، میخواد بمبارون بشه من دفعه دوشو میگیرم و خلاصه موندم و آخرش هم انتقاض شد. گفتم انتقادتونو بکنیم، من حوصله نشدم بیام بیرون. وضعی واقعا سخت. در این مرحله در قسمت ترابری من تحت مسئولیت شادروان یا زندیاد ناهید تقوایی، همسر آقای مهدی تقوایی از مجاهدین دوران حلیف نجاد، کسی که رضا رضایی تو خونه اون مورد حمله سابق قرار گرفت اونجا جان باخت، و تحت مسئولیتون بودم. انبار بزرگی بود که این مسئولیتی داشت که می اومدن لوازم یدکی رو از اونجا می گرفتن. کار من کار واقعا مسخره‌ای بود، یعنی شمردن پیچ و مهره‌ها و با کاغذ نوشتن که 100 تا پیچ اینجا وجود داره، 200 تا مهره اینجا وجود داره، 300 تا نمیدونم میخ اینجا وجود داره. ببینید این وضعیت موجب اعتراض من شد، یعنی من احساس کردم که واقعا کاری نیست که من انجام بدم اینجا، یعنی کارم بیهوده است. رفتم و اعتراضمو گفتم، خود ناهید هم فکر کنم گفته بود و خودش به من میگفت من خجالت میکشم که واقعا تو این کارا رو میکنه اینا، که من میگفتم نه شما کارتون انجام بدید اینا. و واقعا انگار دیروز بود
که تو اون چادر، یعنی یه سوله ای از پارچه بود، پارچه برزنت زخیم توی شکم یک دره دور افتادهی که واقعا جز علف و خار و حیوانات وحشی اونجا وجود نداشت و ناهید و هنوز چهرهش رو میبینم که وسط اون سوله پارچه مشغول راه رفتن بود و با نگرانی خلاصه مشغول کار. برحال کار من عوض شد، قرار شد که من و یکی دیگه از رزمندگان که اسمش مصطفی بود اگر اشتباه نکنم، حامیلش سرخی، به احتمال زیاد بچه خوزستان بود و احتمالا مذهبی نبود، یعنی گرایش هوادار مجاهدی بود ولی گرایش چپ داشت، خیلی پسر ساده و زحمتکشی بود، کم حرف، آروم، و این او و من با دور از اولاغ که در اختیار ما گذاشته شد، چون اون موقع به دلیل کمبود بنزین و از بین رفتن پالایشگاه ها و سوختن منابع نفتی عراق توسط بمباران هواپیماهای متحدین، مجاهدین روزای اولی که اونجا رفته بودن تعداد زیادی اولاغ خریده بودن برای حمل و نقل و برای اینکه سوخت وجود نداشت، برای صرفه‌جویی در سوخت. دو تا از اینا رو به من و مصطفی دادن. کار ما از صبح رفتن و سر زدن به کامیون‌های بزرگی بود که بنز 10 تن مثلا، ماشین‌های آیفایی که در گوشه و کنار بیابون جاسازی شده بود، این ماشین‌ها رو چک بکنیم مورد سرقت قرار نگرفته باشه، و غروب برمیگشتیم. یادمه که من به شوخی اسم هواپیماهای آمریکایی رو گذاشته بودم روی اولاغا و یه بارم که با من مصاحبه کردن همون اسما رو به کار بردم که بعد اسما رو عوض کرده بودن، چون فکر کرده بودن که آمریکایی‌ها گوش میکنن، و از اینکه اسامی جت‌های بمب‌افکنشون رو ما گذاشتیم طوفان صحرا و تورنادو و اینا خوششون نمیاد. مصطفی تو مرحله دچار مشکل بود با انقلاب ایدئولوژیک. یه بار که با هم صحبت میکردیم میگفت که من چپم، من 4-5 سالم، من 3-4 سالم زندان بود، و من اومدم مبارزه بکنم، ولی چیزایی که الان اینا مطرح میکنن مورد قبول من نیست، رهبر عقیدتی و نمیدونم طلاق و ازدواج و اینا، من همسری ندارم که طلاق بدم و اصلا دستگاه رو قبول ندارم این دستگاه رو، و خلاصه میخواست در حقیقت مسئله دار شده بود. یه هم بهتون بگم که تو این مقطع مسئله داری یک بخشی از بدنه که بیشتر پیوستگان بودن و گفتن میخوایم بریم و یه فضای به قول معروف بریدن و جدا شدن جدی را افتاد. تعدادی هم از بچه‌های مثل مصطفی و اینا بودن که مشکل داشتن. برحال تو این مقطع یه عده ای از تشکیلات جدا شدن و همین دلیل تشکیلات خلاصه خودشو آماده کرده بود برای برخورد، برای جلوگیری از گسترش این مسئله، و خلاصه برپایی جلسات، نشستا، من جمله در رابطه با مصطفی سرخی. یه نمونه ای که من خودم شاهد بودم، کسای دیگه خب بخشای دیگه حتما بیشتر شاهد بودن. یه روز ما دیدیم که تو فضای باز جلوی خوابگاه برادرها که یک اتاق واقعا ساخته بودن، همونجا بهتون بگم کاری که تو نوجول و تو درهای اطراف کرده بودن جدا تحسین انگیز بود، یعنی ساختن شهرکایی که تونست با کمک خود رزمندگان و طبعا کارگران کرد و عرب که من شاهد کارشون بودم، واقعا شهرکایی ساخته بودن که راحت حدود دو ماه یک ماه و نیم تونست ارتش آزادی بخش توی جاهای مختلف ساکن بشه و زندگی بکنه و خلاصه از خودش حفاظت بکنه. کنار خوابگاه به اصطلاح که دامنه اون دره سنگی و خاکی بود که تا یکی دو کیلومتر ادامه داشت، افراد 30-40 نفر نشستیم، بیشتر نشستن رو همون دامنه تپه زمین، و بحث مصطفی سرخی مطرح شد که یه عده بریدن و
نظر شما چیه در مورد این که با اینا چه باید کرد؟ در شرایط جنگی قرار داریم، در شرایط جنگی هر سربازی به باره در تمام ارتشای دنیا بهش میگن خلاصه فراریه، دزرتر است، نمیدونم به قول فرانسوی ها، و باید چی کارش باید کرد؟ خلاصه معلومه تو فضای انقلاب ایدئولوژیک و داد و فترات و نمیدونم مقوله بریدن و فضایی که کم کم گفتم بعد از ماجرای طلاها اینا به رادیکالیزم شدید و سفت و سخت خلاصه شده بود، شروع کردن به نظر دادن کار این افراد باید اعدام کرد، باید گرفت پدرشون در آورد و فلان اینا. و تو اون فضا من و شادروان یعقوب که چندی قبل، یعقوب ترابی، میر یعقوب که در اوور 3-4 ماه قبل متاسفانه سکته کرد به دلیل استقلبی، این مردی که واقعا یلی بود از نظر جسمی و از نظر روحی، انسان بسیار ساده و مهربانی بود، ما سکوت کردیم. یعقوب از آمریکا آمده بود که به جنگ. یکی از این بانوان و مجاهد یادم نیست که بود، یه مرتبه دیدیم که فریاد کشید بعضیا صحبت نمی کنن. یعقوب یادمه که به خود اومد و خلاصه گفت که با همون لهجه ترکی شیرینی گفت آه اینو بدید من پدرش رو در بیارم فلان، خلاصه از سر خودش رد کرد. ولی یعقوب به چنین چیزی معتقد نبود به نظر من. بعد گفتم منظورتون نظر منه؟ گفتن آره. گفتم نظر من اینه که نه، این افراد رو باید اعدام کرد، نه باید زدش، نه باید خشونت کرد، این کارم شما نمیتونید بکنید. من مطمئنم بی خود دارید حرف میزنید. توی ارتش آزادی بخش و درون مجاهدین کسی رو نمیشه اعدام کرد، حالا بعدش توضیح میدم چرا. و خلاصه جلسه تموم شد. بعد خانم سویلا صادق منو خواست تو بنگالشون، مسئول بالا بود، گفت تو که میدونی ما این کارا رو نمی‌کنیم. گفتم نباید بگی. گفتم حرف حرف یک انسان مسئول چیز داره؟ نمیشه که همینجوری نظر داد. بعدش هم شوخی که نداریم ما، این که یه آدمی که چپه، مارکسیسته، اعتقاد نداره به انقلاب ایدئولوژیک اینا، نمیکشه، دچار تضاد ذهنیه، باید فرستادش رفت. که اتفاقا یکی دو روز بعد دیدیم که خلع لباس شده به یکی از رزمندگان، خلاصه خیلی با حالتی که انگار داره تحت نظر هست، اون انداخته جلو و خود تفنگ خودش هم شونش و بردن جای تحت نظر، و بعدش هم فکر کنم فرستادنش به همون کجاست، این جایی که میفرستادن افراد و رمادی و اینا که بعدش بره و دیگه نمیدونم سرنوشتش چی شد. اینجا توضیح بدم که ببینید تا زمانی که من بودم تو تشکیلات، نظر منه، نظر شخصی منه، تو تشکیلات سازمان مجاهدین نمیشد کسی رو اعدام کرد. اگر یک نفر اعدام میشد تشکیلات کلی مشکل پیدا میکرد، برای اینکه اینا کسایی بودن که از اعدام و کشتار و زندانهای رژیم اومده بودن به یک پناهگاهی تا علیه کشتار و اعدام و چیز بجنگن. این سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش حزب بعث نبود، یا دوره استالین نبود که مثلا دستور بده 4 نفر اعدام بکنن ببرن یا چین زمان ما یا جان چینانش. عکس العمل داشت. اینا خودشون هم به نظر من خیلی خوب میدونستن، ولی شعارش داده میشد آقا برید من ببرم به اعدام کنم، برید من بخوشمش، بدید من پدرش رو در بیارم. از این شعارا خلاصه اعدامه داشت. این وضعیت بود توی نوجول. تو این دوران حوادث بسیار زیادی اتفاق افتاد. برحال این وضعیت ما بود. تو این مقطع دو تا خطر بزرگ به جز حمله بمبارون آمریکا که خلاصه ممکن بود یه مرتبه در معرض بمب قرار بگیره جایی که ما بودیم، چون اتفاقی ممکن بیفته، ولی دو تا خطر تو این مقطعی که رژیم آخوندا و یکی نیروهای طالبانی، یعنی کردهایی که تو اون مقطع با رژیم ایران کار میکردن، اینها منتظر بودن که خلاصه یه جوری صابونی به تن ارتش آزادی بخش و مجاهدی تو این تنگنا بزنن. اسماعیل، البته من یادمه که حمله ارتش عراق به کویت برکشون ایجاد کرد برای رژیم جمهوری اسلامی. خب اونا خیلی خوشحال شدن. ولی اینو بگم که در ابتدای اشغال کویت
مجاهدین همونطور که گفتین رفتن در منطقه‌ای به اسم نوجول تو شمال عراق که تکرار میکنم در حد فاصله شهر کرکوک و شهرهای کرنشین کفری و توز بود. این منطقه‌ای که گفتم خیلی جلوتر کردهای عراقی ساکن بودن که بعداً توسط حکومت عراق تارونده شده بودن. با شروع جنگ خلیج فارس همونطور که شما هم گفتین مجاهدین از پادگان اشرف عمدتاً به منطقه‌ای که گفتم نوجول رفتن. در جریان حمله هوایی متحدین پناهگاه‌های مجاهدین گویا گفته می‌شد که توافقی صورت گرفته و در امان ماند و پرچم بزرگ ایران همچنین علامت‌های مربوط به مجاهدین برافراشته شده بود که هواپیماها اشتباه نکنند و متاسفانه این خبری که میگم واقعی هستش که آمریکایی‌ها عکس‌های هوایی قرارگاه را که بعداً منتشر کردند و آقای مسعود رجوی هم در ملاقات با حبوش اینو اشاره کرد پیش از این در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده بودن. بگذاریم. بعد از پایان جنگ اول خلیج فارس که صحبتش حالا می کنیم درگیری‌های شدیدی بین نیروهای مجاهدین که در نوجول و شمال عراق پراکنده شده بودن و نیروهای کرد در کردستان عراق در گرفت. در اون رویارویی حدود 40 نفر که من اسامیشون رو دارم جان باختن و تعدادی هم زخمی شدن. یکی از شهدا هم رضا کرم علی بود که پیشتر در زندان شاه به گروه ابوذر وابستگی داشت و طرف مقابل هم تلفات کم نداشته است. کسانی که همکنون هم دور از مجاهدین نیستند اون زمان از ضربات زیادی که به طرف مقابل یعنی کردها وارد شده و اینکه اونها در و داغون شدن صحبت می کردن و من با گوش خودم شنیدم. از داد مجاهدین از اون درگیری به عنوان کرد کشی اسمی برن. بگذاریم که ما مجاهد کشی و فارس کشی هم داشتیم اما اونا چشم خود رو بر روی این واقعیت می بندن. انگار فجایعی مثل قارنا یا غلطان تو کره مریخ روی داده یا امثال دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی رو اجنه ها کشتن. متاسفانه گرد و غبار روی این وقایع اتفاقیه کم نیست. ما میدونیم که از سالهای میانی دهه 60 و بعد از نزدیکی نیروهای اتحادیه میهنی کردستان یکتی جلال طالبانی به حکومت تعدادی از مجاهدین یعنی به حکومت ایران تعدادی از مجاهدین در کمین نیروهای اونا افتاده و کشته شدن و بدون اینکه مجاهدین مقابله به مصر کرده باشن. یا توی واقعی دیگه دو نفر از مجاهدین توسط نیروهای یکتی به اسارت در اومدن. آقای رجوی خیلی صحبت میکنه با حبوش و حبوش میگه اونا را پس میگیریم و آقای رجوی میگه اگر پس ندن اونا 20 نفر پیش ما اسیر دارن، بهشون هم گفتیم بیاییم مبادله کنیم، نکنن این 20 رو میکشیم. این در متن گفتگو هست، البته صحبت فقط شد. خب اگه بنابر کردکشی باشه درگیری گسترده بین حزب دموکرات و کومله در دهه 60 هم هست، رویارویی نیروهای جلال طالبانی با پشتیبانی سپاه پاسداران با نیروهای مسعود بارزانی که اونام پشتیبانی صدام حسین داشت در سال 1996 هست، درگیری های نیروهای کرد ترکیه پککه و نیروهای اقلیم کردستان با پشتیبانی دولت ترکیه بعد از سقوط صدام اونا هم هست. بگذاریم. ما حالا وارد بشیم به سلسله عملیات موسوم به مروارید. همینجا بگم که عملیات مروارید اسم عملیات نیروی دریایی ایران در جنگ ایران و عراق هم هست که این اشتباه نشه. عملیات مروارید مربوط به جنگ ایران و عراق 7 آذر سال 59 روی داد برای بمباران بندر ام قصر و 2 سکوی نفتی البکر و الامیه در ساحل اروندرود
من در ویکی‌پدیا در این مورد نوشتم، اونجا توضیح بیشتری هست. این عملیات مروارید. و اما عملیات مروارید که مربوط به بعد از حمله به کویت، بنابر اطلاعی مجاهدین که 19 اسفند سال 69 دادند یا 18 اسفند، یکی از این دوتا، نیروهای جمهوری اسلامی گفته شد که در صدد تسخیر قرارگاه حنیف در استان دیالی عراق بودند که ناکام مونده. با اینکه مسعود رجوی به صراحت در نشست مجاهدین گفت که امور داخلی عراق مطلقاً به خود این کشور مربوطه است، اما مسئله کردکشی و اینکه سازمان عملاً به یاری ارتش عراق در اون روزای بلبشو که شیعیان و کردها سر به شورش برداشته بودن بر سر زبان افتاد و تا همین الان که من با شما صحبت میکنم مخالفین مجاهدین اونو تکرار میکنن. در آغاز کیهان هوایی سال 1370 عید بود، بعد از 14 یا 20 عید یا 14 عید یادم رفت، اونا یه مقاله نوشتن و سازمان را پیشقراول ارتش گارد ریاست جمهوری عراق در سرکوب ملت عراق معرفی کردن. متاسفانه این ساز بداهنگ را کسانی هم که ازشون انتظار نبود بعدن سر دادند و تکرار کردند. جریانات دیگه البته بعد از انتشار بخشی از گفتگوی آقای رجوی با سپهبرد صابر دوری و حبوش، اون بخشی که در یوتیوب هست، چون همونطور که گفتم خیلی خیلی بیش از این هاست و یک مجموعه 150 صفحه‌ای رو سه تا از این نشست ها فقط شامل می شود. در اون ویدیو که در یوتیوب قابل دسترسه، صابر دوری به آقای رجوی میگه این عین جملات اوست که من خودم وقتی عربی رو گوش می کردم خودم یادداشت کردم ترجمه‌ای که میفهمیدم، ضمنی که اونجا هم ترجمهش هست. آقای رئیس جمهور سلام گرم خود را به شما میرساند و ایشان از برادر مسعود و ارتش آزادی بخش سپاسگزاری میکند و از نقش والا و ارزشمند که این ارتش در فرو نشاندن نارامی های گذشته ابراز نمود قدردانی میکند. البته اونجا گفته میشه سرکوب، من نمیخوام کلمه رو بگم. و از نقش ارزشمندی که این ارتش در فرو نشاندن نارامی های گذشته ابراز نمود قدردانی میکنه. من گزارش لحظه به لحظه اقدامات شما را اطلاع میدادم و گفتم که سازمان با توجه به امکانات اندکی که در اختیار داشتن و ما قادر نبودیم امکانات بیشتری در اختیارشون قرار بدیم، کاری کرد که نه در حد و اندازه خودش بلکه فراتر و خیلی فراتر از اون بود. از رئیس جمهور تقاضا کردیم نامه تشکرآمیزی برای مسعود فرستاده شود، لیکن ایشان اظهار فرمودند که این کافی نیست و باید با آقای رجوی ملاقات کرده و خودم سپاسگزاری کنم شخصا. تو همین نوار ویدئویی آقای رجوی به سپهبرد صابر پاسخ میده که حالا عین جملات فارسی است، از کلمات محبت آمیز آقای رئیس جمهور همچنین از خود شما تشکر میکنه و این بیشتر مرا خجل میکند. حالا بگذاریم از چند جمله. ما چیزی جز وظیفه خودمون انجام ندادیم. نیاز نبود که آقای رئیس جمهور نامه تشکرآمیز به من بدهن. شما بهتر میدونین که چه ماجرایی بوده و در چه نقطه‌ای دقیقا ما دستمون رو تو دست هم گذاشتیم. منظورم سالی هست که رژیم اونو سال سرنوشت تعیین کرد. سرنوشت ما واحد است و خونهای ما در هم آمیخته. میدونید که اینها تعریف و تعارف نیست. یک کلمش رو نفهمیدم، صدا مشخص نبود. در اون متن کامل چاپ شده اونجا اومده میدونید که اینها تعاریف نیست. من توی دل خودم احساس میکنم کاش مشکلات سیاسی نداشتیم. اون مشکلات سیاسی که آقای رئیس جمهور اونو کاملا درک میکنه، اون مشکلاتی که مربوط به مرگ و زندگی ماست، کاش کمبودای سیاسی نداشتیم، کاش کمبودای نظامی نداشتیم تا میتونستیم وظیفمونو بهتر از این انجام میدادیم. والله بین العرب و العجم چنین دوستی شما مثل مجاهدین پیدا نمیکنه.
بعد طرف مقابل هم میگه که ما از دوم اوت تا کنون درگیر یک جنگ و حمله شدیم که سر هیچ کشوری نیامده. اون چیزی که بر سرمون اومد از حمله های هوایی تا آشوب های داخلی که شما در سرکوب اون سهم داشتید. در ملاقات دیگه‌ای که حبوش با آقای رجوی داره و اون در یوتیوب باز موجوده، ایشون به آقای رجوی میگه من این مسئله رو به عنوان تعارف نمیگم، شما برادر ما هستید و ما شما رو قبلا در سال 1991 یعنی همون تاریخ مورد آزمایش قرار دادیم و شما وفاداری خود را به ما اثبات کردید. گفته میشه اسماعیل که کردها در قسمت شمال عراق شهرهای موسل سلیمانیه اونجا را اشغال کرده بودند و حتی به سوی شهر توز و کفری و جلولا پیشروی کردند. و اگه اونجا را به یاد بیارین، اگه نقشه اونجا را مجسم کنین، اگه عراق را بشناسیم، اگه اینا از سراحی سلیمان بگ عبور میکردن به راحتی میومدن تا بغداد، هیچ هم جلودارشون نبود. همینجا بگم که اینطور که مخالفین مجاهدین میگن و در بخشی از گزارش وزارت خارجه آمریکا به کنگره هم اشاره شده، نیروهای سازمان جلوشون سبز شدن و اون درگیری پیش اومد. گزارش مزبور یعنی گزارش که به کنگره آمریکا وزارت خارجه داده، ادعای کردهای عراقی رو بازتاب داده بود که به تعبیر اونها رو میگم مجاهدین در سرکوب ما به ارتش عراق کمک کردند. بعد اضافه میکنه که این ادعا، یعنی وزارت خارجه میگه این ادعا از سوی پناهندگانی که از مرز گریخته بودن و ما مستقلا اونها رو مورد سوال قرار دادیم نیز مورد تایید قرار گرفت. من یادم سازمان گزارش وزارت خارجه آمریکا را رد کرد و بهش پاسخ داد. در گزارشی که نویسندهش یک فردی بود اسم پیتر والدمن که وال استریت جورنال چاپ کرد سال 1994، اونجا ادعا شده بود که صدام حسین به رجوی دستور داد که برای فرو نشاندن شورش کردها در شمال عراق کمک کند و تایمز لندن هم همینا نوشت و گفت جلال طالبانی به خبرنگاران گفت باید واقعیت را بگویم، مجاهدین در نبرد کرکوک به نیروهای صدام پیوستند، چرا این را می پوشانید؟ جلال طالبانی بعدها هم که تعدادی از مخالفین مجاهدین تو همین اروپا به وی نامه نوشتند، متاسفانه همین موضوع را خیلی غلیظ‌تر با کلماتی که در شأن او نبود تاکید کرد و گفته شد سلاح کردها کلاشینکوف و قناصه بود ولی مجاهدین بی ام پی و تانک های A55 و سلاح های سنگین داشتن. من یادآوری کنم که بعد از اون که این گونه دعاوی طرح شد و به مجاهدین نسبت تروریسم دادن، در انگلستان در دادگاه پوک یعنی کمیسیون تجدید نظرخواهی سازمان های ممنوعه، نامگذاری مجاهدین رو در لیست‌های تروریستی کاری غیر عقلانی و بی‌معنا ارزیابی نمودن. گویا عارف تیبور، گویا من این رو دقیق نمی‌دونم درست هست یا نه، گویا عارف تیفور از اعضای فهرست ائتلاف کردستانی که نایب رئیس پارلمان عراق بود گفته بود که اگر از قول من گفته شده که قیام کردهای عراق توسط مجاهدین سرکوب شدن، من تکذیب میکنم. و گفته میشود که حزب دموکرات کردستان عراق در ژوئیه 1999 یک گواهی نامه‌ای داده به دادگاه هلند و عدم دخالت سازمان را در سرکوب کردها بهار سال 91 تکذیب کرده است. اسماعیل، ماجرای موسوم به کردکشی واقعا چی بود؟ آیا واقعیت داشت؟ آیا دروغ بود؟ داستان حمله مجاهدین به کردها و کشتار شماری از مجاهدین در این دوران رو هرچی یادتون هست بگین. من شهادت خودم رو دارم میرم اینجا، یعنی افرادی بودن که چیزهای دیگه دیدن، ممکنه گزارش‌های دیگه نوشتن، مثلا من گزارش آقای قهرمان حیدری رو خوندم، جالب بود برام. کردها شما خودتون میدونید که اینه
مقوله کرد کشی، یعنی کشتن مردم کردستان، زن و بچه های کرد، نمیدونم به خاک خون کشیدن دهکده ها، یک حکایته که حتی تو این زمینه رژیم خمینی کلی تبلیغات کرده، شاید دیده باشید عکسای حتی مونتاژ کردن که زن مجاهد یه بچه‌ای رو داره پرت میکنه توی، بچه کردی رو تو یه دره‌ای پرت میکنه که برمانه که مال یه فیلم بوده برداشتن. از این تبلیغات زیاد شده، ولی ماجرا خودتون میدونید که کسانی که شروع کردن، اولا که اینجوری این مجاهدین مثلا تو ایران، بیاییم از بحث انقلاب ایدئولوژیک یه لحظه کنار جاده وایسیم، ما یه بحثی داریم میکنیم روی اشتباهات واقعا استراتژیک و خواب سازمان برباده و جنبش برباده آقای رجوی و دفتر سیاسی، که به نظر من قبلنم گفتم الانم تکرار میکنم کمپلت سال 60 بریدن همشون به طور سیاسی و آمدن خارج کشور، یک داستانی و داستان بدنه یه داستان دیگه. ولی اگر میخوان این سایر بندازن که مجاهدین مثلا کرد کشتن یا اینکه مثلا خون کردها رو بزن میدختن، یه داستانه. یکی که جنگیدن با نیروهای پیشمرگه کردی که بعدا توضیح میدم چرا، یه داستان دیگه است. اون کسی که شروع کرد کشتارو مجاهدین نبودن. ما داریم واقعی میخواییم صحبت کنیم و گزارش خودمون و شهادت خودمون تو این تریبون به طور واقعی چیزایی خود من شاهد بودم. من تو منطقه بودم، بعدم به عنوان خبرنگار بودم، قبلش هم شاهد خیلی چیزا بودم. این جنگی که رخ داد خودتون میدونید دیگه، بعد از جنگ جهانی دوم سنگین ترین جنگی بود که تا آن زمان رخ داده بود، یعنی حمله به عراق. سلاحی که به کار گرفته شد، نیرویی که به عراق کشونده شد، واقعا تصویرها متاسفانه همراه هم به ذهن نمیاد. من یادم یک بار که داشتیم میرفتیم با یک ماشین، مه شدید جاده رو گرفته بود، هیچ چیز عراق سر جاش نبود. ببین ارتش عراق بالکل متلاشی شد. این یکی از این پادگانایی که کنار یکی از این قرارگاه‌های مجاهدین بود، مرکز گارد مخصوص ریاست جمهور بود که من نمیدونم تعدادشون بیست که 20,000 تا بود، 2,000 تا 2,000 تا تو قلعه‌های بسیار مستحکمی. اینا افراد بسیار زبده‌ای بودن که میگفتن مثلا 2,000 تاشون میتونن موقعی که دولت در میمونه اینا رو میفرسته. افراد از نظر جسمی، از نظر آموزش‌های نظامی و رزمی از حد گذشته. یکی از این مسئولین گفت از 2,000 تکاور داخل قلعه کناری ما فقط 20 نفر از جنگ برگشتن، 1,980 تاشون کشته شدن. ارتش بالکل متلاشی شد. یکی از صحنه‌هایی که من فراموش نمی‌کنم، سربازانی بود که بدون پوتین لباساشون انداخته بودن دور، پا برهنه داشتن فرار میکردن دو طرف جاده و دستاشون با حالت استغاثه بلند بود که ما هم سوار کنیم. این صحنه رو من کیلومترها شاهدش بودم توی که از این سفرهایی که داشتم به خاطر خبرنگاری. اینا اومده بودن، ببینید تو این شرایط رژیم میخواست استفاده بکنه. قبل از این طالبانی بود. طالبانی میدونید با همه کار کرده، با ترکیه کار کرد، با رژیم شاه کار کرد، با خود صدام حسین کار کرد. خلاصه بستگی به قیمتی داشت که بهش میپردازن. سر جریان جنگ در حقیقت در جبهه رژیم و کنار آخونده قرار داشت و اینا قصد داشتن تکلیف ارتش آزادی بخش مجاهدین رو در این هیاهوی جنگ و کشتار یک سره بکنن. به تعداد زیادی اتوبوس آورده بودند که پس از خلاصه فتح اشرف و کشتار بار بزنن همه رو ببرن. اسماعیل، این اتوبوس رو شما بر چه استنادی میگوید؟ اتوبوس رو من خبرش دارم. از کجا میگید؟ جریان بودن. من نقل قول دارم میگم. از کجا؟ نقل قول از طرف مسئولین مجاهدین. آها، از جای دیگه چی؟ نه جای دیگه من نشینم. اصلا در تمام این 25 سال جایی شنیدین چنین چیزی؟ بالاخره الان که زمان فینیقی ها نیستش که، عصر هرودوت که نیست که. نه من جای دیگه نشنیدم و نخوندم، ولی شرایطی که توش بودم برای خودم قابل قبوله که اگر که این کارو بخوام کرده باشم. ببین من سوالم از شما راحت میپرسم، چون شما میدونید من در بهره برداری رژیم جمهوری اسلامی
از اون اوضاع عراق تردید ندارم، خودم به بره کشون اشاره کردم و طبیعی هست، طبیعی هست یک رژیم فرصت طلب که در شرایط آرامش دست به کارهای این چنین میزنه در شرایط بلبشو هم بزنه. اما من همینجا به شما بگم که چنین خبری فقط منبعش همونه که شما گفتین. شما که میدونین قرارگاه اشرف کجا بود و میدونین نوجول کجا بود و قرارگاه حنیف، مگر خلند، مگر نظامی نیستن؟ چرا باید لقمه را هفت دور دور سر بچرخونن تا برن طرف مجاهدین؟ می اومدن توی قرارگاه راحت تر که بودش که. ثانیاً گاف فوله و اون آخوندها شما می دونین خیلی خیلی بدجنستر و پیشیده تر از این هستن که بیگدار با آب بزنن. حتی توی مذاکرات حبوش هم به عنوان نظامی اشاره میکنه به مجاهدین، میگه وارد عملیاتی نشین که تعرض نظامی تلقی بشود. طرف مقابل ما هم منظورش حکومت، اونا هم حالیشونه. اینکه یک گاف بزرگ بود و انقدر اونا پیچیده شده بودن، انقدر حالیشون بود که نیان چنین اشتباهی بکنن. البته در اون که شما گفتین راجع به جلال طالبانی، اونجا حبوش هم میگه او حوله دستیست و هم صحبت شما را به نوع دیگه با ادبیات خاص خودش میگه که یک روز با ماست و یک روز با فیرو. آره بحث روی او نیست، حتی ببخشید، حتی به آقای رجوی میگه من این دو نفر شما رو میگیرم یا فلان کس رو میگیرم. میگه شما رابطه دارین؟ میگه بله. میگه آخه شما میشینین با چنین کسی صحبت میکنین؟ بعد حبوش میگه آره. خلاصه منظورم این که اصلا شک و تردیدی اینجا بحث ما جلال طالبانی نیست، یا اینکه یک اون رژیم یک رژیمی نیست که فرصت طلب نباشه هم نیست. من فقط میپرسیدم که اتوبوس های خالی اومدن تا بچه ها رو ببرن، این از هیچ کجا، از هیچ جا جز شخص آقای رجوی و مجاهدین شنیده نشده و واقعیت نداشته است. اصلا چیز مهمی نیست. نه حالا فقط به هر حال ما حق با استنباط کننده است. ضمن اینکه همینجا بگم که من شما و امثال ما هرگز رنج مجاهدینی را که به خاطر آزادی میهنشون خودشون رو به آب و آتش زدن فراموش نمی کنیم و طرف مقابل هم پلیدیش قاتلین زندانیان سیاسی روشنه. اون چی من گفتم یه موضوع دیگه‌ایه. این که اتوبوس ها اومدن که ببرن اینها، این یک موضوعی است که به هر حال الان ربع قرن گذشته است. کجاست منبع این؟ میگن منابع آگاه گفتن از درون رژیم. کجای منابع آگاه؟ من بهتون بگم بعضی منابع رو شما نمیتونید پیدا کنید به دلیل پیچیدگی شرایط مگر اینکه شاهد باشید. یعنی جای دیگه بیان نمیشه که اگرم وجود داشته باشه. مثلا فرض کنیم که این فعلا در ابهام قرار داره. بله باشه ادامه بدید. ببینید این داستان طالبانی 3 یا 4 بار قبل از این دست به کشتار مجاهدین. بله من که گفتم که ما گفتیم. بعد در رابطه با کردها، این کردها از زمان زندیات قاسم رو به دکتر شرفکندی مجاهدین روابط بسیار دوستانه داشتن. قبلا هم اشاره کردم کلی امکانات کردها در آغاز ورود مجاهدین به کردستان ایران در اختیارشون گذاشتن، از سلاح گرفته لباس ما، غذای ما و فرستنده رادیو. بعد من یادم سالها بعد، یعنی هم بعد از همین جنگ، روابط مجاهدین با بارزانی اینا بسیار بسیار روابط خوبی بود و این کلمه نوچیروان نوچیروان که نمایندهشون بود از زبان مسئول ستاد ما نمی افتاد، به طوری که من بعضی وقتا آزرده می شدم. بعد از قضیه نوجول که یه باز فاکتی دیگه من بهتون بگم، وقتی که ما از نوجول حرکت کردیم ما جز آخرین گروه بود. من همراه یکی از رزمندگان بسیار دلاور و خوش چهره و شوخ به اسم تورج که از تعمیرکارای برجسته خلاصه قسمت ترابری بود،
با یک بنز 10 تنی که 10 تن مهمات بارش بود را افتادیم و همراه ستون به طرف اشرف. از راهی که ما میدیم راهی بود که بخشیش از قسمتی که کردهای طالبانی توش بودن میگذشت. من یادمه که وسط راه یه مرتبه ماشین دوچار مشکل شد. تورج نگاهی کرد گفت که چیزه، من زیاد با ماشین اینا وارد نیستم ولی به نظرم گفت که کلاچ بریده و ما نمیتونیم حرکت بکنیم. بعد گفت آخرین ماشینی که ته ستون رفت ماشین تعمیرگاه تو اونو متوقف کن که بیاد ما کمک کنه کلاچ تعمیر بکنیم. من کنار جاده که بایسته بودم حواسم پرت شد و بیادیم ستون رد شد. بعد تورش گفت که چرا اشاره نکردیم پدرمون در اومد، با این کاری که تو کردی اگه این اردای طالبانی گیرمون بیارن تیکه بزرگمون گوشمونه. به هر حال دم غروب بود که تورج، من یادم میاد که ماشین رو راه انداخت، دور موتور رو میبرد بالا از رو ذهن. موقعی که به حد معین میرسید بدون کلاش دنده باز میکرد ماشین، حالا با 10 تن مهمات. بعدش هم روز زانوی ما مسلسل بود. بعد تورج گفت اگر اینا اومدن آقا جون نارنجکا اونو میکشیم پرک میکنیم عقب کامیون، یا علی میریم اون دنیا. با شوخی و خنده واقعا هم همین کارو میخواستیم بکنیم و راه افتادیم. خلاصه رسیدیم به جایی که از خطر دور شدیم، از منطقه طالبانی دور شدیم، ولی رسیده بودیم به این سیطره عراقیا که اینجا باید نگر میداشتیم. منتها چون ماشین کلاچش بریده بود تورج رد شد که عراقیا خلاصه سر و صدا و شلیک هوایی و اینا، ما متوقف شدیم. بعد توضیح داد که این کلاچ ماشین قطع شده و خیلی مؤثر عراقی با عصبانیت گفت که خلاصه ممکن ما شلیک بکنیم مثلا ماشین بره هوا. برحال شب بود که رسیدیم به منطقه. ببینید چنین فضایی بود توی یه چیز اون موقع، یعنی در رابطه با کردهای خب فضای جنگی بوده دیگه، خب مشخص هستش. بچه ها تعریف میکنن، بچه های مجاهدین، که زمانی که در کردستان قسمت نزدیک به مرز بین ایران و عراق بودن، اونجا هم گاهی برای گرفتن ماشین یا اسلحه کردها، نه کردهای طالبانی، دیگران، کردهای دیگه و حتی کردهای کشور خودمون و مرز عراق جلوی ماشینای مجاهدین رو میگرفتن یا غیر مجاهدین رو. اونجا که حالا دیگه جنگ بوده دیگه. اما در رابطه با این حمله هجوم، ببینید اینا اومدن همزمان با رژیم برای ضربه زدن به مجاهدین. وقتی که ما از منطقه نوجول رفتیم در اشرف مستقر شدیم، ماجرا ادامه داشت. مثلا یکی دو بار که من از شهر توز رد می شدم، واقعا یادمه که کنار یه بار قبرستون بود، یه بار مثلا خیابون بود، دو طرف ماشین ما کلی جنازه و آدم هایی کشته شده بودن، چه هفتش افتاده بودن رو زمین. یک وضعیتی که قابل توصیف نیست. در این فضا بود که اینا میخواستن حمله بکنن خلاصه و ضربه بزنن به مجاهدین. بعدها که من خبرنگار بودم رفتم منطقه رو دیدم، فکر کنم اعضای شورا را مجاهدین بردن دیده بودن. یه منطقه بود که با شیب خیلی تند، بالای این شیب در حقیقت سنگرهایی بود که نیروهای رژیم و نیروهای طالبانی اومده بودن اونجا و آماده بودن. از پایین با یک اتک در حقیقت، یک تهاجم بسیار برق‌آسا و سریع با نفربرهای زرهی تندرو، انتظار من نداشت. رفته بودن بالا و اونجا جنگیده بودن و اونجا تعداد زیادی از پاسدارا و این کسایی که با پاسدارا بودن، پاسدارا هم لباس کردی کشته شده بودن. من این سنگرها رو دیدم، یعنی رفتم اونجا دیدم. هنوز باقی مانده های مشاهده شخصی منه، باقی مانده های غذاها و کمپوتایی که مارک ایران روش بود توی سنگرها وجود داشت. صحنه های بسیار وحشتناکی هم تو را خود من دیدم. من جور مثلا سگی که داشت بقایای جسد اینو میخورد. چون تو این درگیری شد، مجاهدین هم با شدت کوبیدن، جنگی رخ داده، تعدادی کشته شدن. ولی داستان کردکشی با مدافع در مقابل نیرویی که اومده تو رو جارو بکنه چیز دیگه ایه. چیزی که من شاهد بودم به من خبرنگار خلاصش اینی بود که گفتم. البته در منطقه قصر شیرین اونجا درگیری مختصری شده بود بین
نیروهای جمهوری اسلامی و مجاهدینی که جان باختند که اشتباهاً به اون سمت تانکشون رفته بود. قسمت جنوبو من خبر ندارم، فقط فیلمایی دیدم که مثلا از خشونتایی که میدونم اونجا شورش شد، بعدم سرکوب بسیار وحشتناک بود، یعنی سرکوبی که عراق از شیعیان کرد. من اطلاعی ندارم که مجاهدین چی میکردن اونجا، فقط میدونم که این یکی از دوستان دوره دانشکده که از فرمان نادر افشار و 3-4 نفر دیگه اونجا دستگیر شدن، مدتها دست این شورشیان شیعه بودن و بعد اونطوری که در درون تشکیلات شنیدم پس از آزار بسیار با شمشیر همشون رو گردن زدن تو نخبستونای اطراف اونجا. فیلمایی که بعدن دیدم تو سرکوبی که صدام کرد واقعا شگفت‌آوره، یعنی بریدن زبون افراد که فوش داده بودن، کتک زدنهای وحشیانه، گردن زدن با شمشیر. فیلماش تو یوتیوب بود، ممکن هنوزم باشه. یک فیلم مندم که دیوار، دو تا دیوارک کشیده بودن، وسطش خالی بود، برای اینکه افراد سرشون رو بذارن روی این دیوارک و گردنشون در روی این شکاف قرار بگیره که شمشیر بتونه عبور کنه، و مشغول گردن زدن بودن. یعنی واقعا در خون آتش این شورش فرو نشانده شد، اینکه چقدر کشته شدن، ولی فجایع واقعا لرزاننده است. و این بعد هم که آدم نمیدونه، ولی گورهای دست جمعی زیادی از این کشتارهای دو طرف کشف شد که از یه وقت سربازای عراقی رو کشته بودن، از یه برم صدام تو سرکوب این شورش از هیچ چیزی فروگذار نکرد. بله، آیا در چنین شرایطی انقلاب ایدئولوژیک ادامه داشت یا قطع شد؟ نه، انقلاب ایدئولوژیک ادامه داشت. ببینید، مدتی که ما تو نوجول بودیم مدت درازی نبود، یعنی یک ماه و نیم ماکسیموم فکر کنم بود که ما بودیم و بعد برگشتیم به دلیل همین شرایط خطیر. تو اشرف بعد از پایان قضیه امنیت بالاتر بود، نکات زیادی اتفاق افتاد. تو اونجا گفتم انقلاب ایدئولوژیک به صورت جلسات همین تو بیابون برگزار می شد، نه به شدت قبل، ولی برگزار می شد در رابطه با شرایط روز، مثلا صحبت کردن در مورد نبریدن. تو همین مقطع بود که دو نفری راه رفتن، من یادم تو نوجود که بودیم، یا تکی ممنوع شد، قرار شد دست جمعی حرکت کنیم. بعد من فهمیدم علتش اینه که افراد دو نفری که میشن احتمالاً سر درد دل وام میکنن و موجب میشن ترکهایی که تو از رابطه تشکیلی دارن بیشتر بشه. یا من اعتراض کردم، گفتم من حاضر نیستم، من بعضی وقتا دوست دارم تنها را برم اینا، و خلاصه نپذیرفتم. چون ما بعد از بازگشت به اشرف با جلسات موسوم به صلیب روبرو هستیم. دقیقاً. بعد ببینید تو این دوره نکات جالب اینه که کسانی که هنوز دارای همسر بودن، چون گفتم انقلاب ادامه داشت، از سال 68 که شروع شد حدود 72 بود که بعد از 3 سال کشاکش در حقیقت تکمیل شد و پرونده طلاق‌های جمعی بالکل به نتیجه نهایی خودش رسید. تو این مقطع افراد مزدوج و به قول معروف که هنوز همسر داشتن با اتوبوس می‌آوردن دو هفته یه بار به اشرف، اونجا با همسراشون ملاقات بکنن و بر میگردوندن. ببینید چنین شلکن سفکنهایی هم وجود داشت. یکی این که در اینی که انقلاب ایدئولوژیک ادامه داشت و بلافاصله پس از ورود به اشرف جلسات با شدت بیشتری خلاصه دنبال گرفته شد، یکی اینی که هم ماجرای بچه ها بود که تو این حمله اول نزدیک 1000 تا بچه تو این مجاهدین وجود داشت، بکنم همه حدودا دوربر 1000 تا. اینا تیه، خب این بچه ها وقتی جنگ شروع شد یه مدت کردنشون تو سنگرهای جمعی که اینا اصلا نمیدونستن ماجرا چیه، از نظر روحی روانی واقعا ضربات خیلی شدیدی میخوردن. تصمیم گرفته شد اینا روانه خارج کشور بشن که تیه کاروانهای پی در پی زیر بمبارون تو راهی که برخره هر لحظه ممکن بود اتوبوس منفجر بشه، اینا از طریق اردن روانه کشورهای اروپایی و آمریکایی شدن. و من جمله پسر خود من که اون موقع سال 69 مثلا 6 سالش بود این روانه شد، یه دوستی من داشتم افسر خیلی شریف و میهن‌پرست آقای آذرش تو سوئد که
روانه شد پیش اون و رسید پیش اونجا و 6-7 سال در حقیقت بیشتر از 7 سال تو خونه اونا و مثل فرزند اونا نگهداری شد. این بچه ها سرنوشت های عجیبی پیدا کردن. عده زیادیشون پس از چند سال، سال 1998-99 تا 2000 و بعد برگشتن به اشرف در سنین 13-14 سالگی، من جمله باز پسر خود من که برگشت و پس از مدتی موندن چند سالی عدهشون تصمیم گرفتن برگردن که سر و کارشون به بازداشتگاه آمریکایی‌ها کشید و که خودش ماجرای جداگونه‌ای که شاید در آینده بهش بپردازیم. اسماعیل بله. اگر جنگ نشده بود، کودکان میموندن اونجا؟ ببینید نمیشه واقعا گفت چی میشد. یعنی میخوام بگم به خاطر جنگ بود این داستان یا اینکه در ادامه یه طلاق‌ها بود؟ ببینید در ادامه طلاق‌ها بودن بچه‌ها این منطقا مشخصه که مسئله ساز بود. خب پس این یعنی اینکه من دوباره پس میپرسم، پس این ربطی به جنگ داشت؟ ولی به جنگم چون واقعا بچه‌ها رو نمیشد تو جنگم نگه داشت، اینم یه واقعیت. اگر آدم تو شرایط دقت میکرد اینا رو نگه داشتن. خب علت به قول خودتون مشددش بود، یه بار میگفتین. آره. نه علت موجدش. ولی بچه ها یکی از آنپاس ها یا به قول ما رو بومبست هایی بود که بعدم بهش پاسخ داده میشد. قبلا هم بهتون گفتم وقتی خانواده متراشی میشه بچه دیگه معنی نداره. بنابراین این دلیلی که شما میگید الان در نظر منم قبل پیشتر از مسئله جنگ قرار میگیره. یعنی بچه ها باید میرفتن تا مسئله طلاق ها بالکل تکلیفش روشن میشد. اسماعیل من یادداشت های شما رو که میخوندم، اگه اشتباه میکنم بگین، در این دوران شما زندگی پر از تلاطمی داشتی. بعد یه مقطع دوباره میرین و عضو سازمان میشین، بعدش برای همیشه تشکیلاتو میبوسین و کنار میذارین، درست گفتم؟ ببینید کاملا همینطوره. من یه مدتی به قول مرو وقتی از نوجول ما برگشتیم همچنان من در بخش ترابری بودم. بالاخره ماجرای زیادی رخ داد که یه روز منو خواستن تو بخش تبلیغات و این آقای توحیدی صحبت کرد و قرار شد من برگردم و یادم این خانم مسئول من با خوشحالی منو با ماشین رسوند و خداحافظی کرد که امیدوارم که همونجا بمونی، جای تو همونجاست. من دوباره وارد بخش تبلیغات شدم. در حقیقت پس از چندین ماه رفتم سر کاغذ و قلم در حالی که هنوز به قول معروف دارای همسر بود، یعنی تصمیم هم نداشتم. این دوره قبلیش واقعا چه تو بدیزادگان چه تو اشرف گفتم گذشته از حالا بخش اصلیش تو قسمت پمپرزی بود، ولی مسئله باغبونی بود، مسئله نمیدونم کارهای مختلف خلاصه روزمره‌ای که انجام میشد تا اینکه من دوباره برگشتم بخش تبلیغات. بخش تبلیغات در حقیقت یه چند ماهی گذشت اینطوری که من احساس کردم که این زندگی خانوادگی واقعی نیست، یعنی زندگیه که متلاشی خواهد شد و سرانجام بعد هم متلاشی خواهد شد. بنابراین به دو دلیل، یکی این که به خاطر احترام به همسری که واقعا هم دوستش داشتم هم احترام بهش میذاشتم، قبل از این که به وضع بدی متلاشی بشه تصمیم گرفتم که دوستانه تمومش کنم. صبحانه خودم رفتم به تبلیغات و خدا سید اینجا طلاق دادم، 3 طلاقه به قول معروف، بدون این که انقلاب کرده باشم که قبلا هم توضیح دادم مسئول منو خواست گفت که لازم نیست بدون انقلاب طلاق قبول نیست، اینا تعارفات بود. گفتم نه بذارید بدون نفرت به قول معروف. گفتن باید به مرحله نفرت آدم برسه تا طلاق بده. گفتم نه من مرحله نفرت نرسیدم، اتفاقا به خاطر عشق طلاق دادم و تموم شد. رفتم خونه، روز بعدم لباسام جمع شد، همه مرتب تو چمدون رو برداشتم اومدم و یه زندگی دیگه شروع شد. زندگی دیگه شروع شد، من سعی کردم خودم رو تطبیق بدم. البته بسیار سخت بود، فشارهای عاطفی ادامه داشت، فشارهای عصبی ادامه داشت و رفتیم تو خوابگاه جمعی و خلاصه پس از سالها زندگی خانوادگی به قول معروف زندگی مجردی دوباره تو حدود
یعنی 40 سالگی آغاز شد. تو این دوره من همچنان تصمیم داشتم هوادار بمونم. دوباره کشیده شدم به درون تشکیلات و برای یک دوره عضو شدم. این دوره من واقعا با تمام توانم کوشش کردم که خودمو تطبیق بدم. یعنی اینو واقعا از دل و جان کوشش میکردم و تا اندازه موفق شده بودم. با ورزش کردن، با منظم بودن، با کاملا سپردن خودش آدم به تشکیلات، کار کردن مداوم، احترام گذاشتن به خلاصه چیزایی که تشکیلات تعیین میکرد، سعی میکردم خودم رو تطبیق بدم و تازه جلو رفته بودم. تا اینکه اولین نشست پس از حمله آمریکا در حقیقت برگزار شد. این نشستی بود، اعلام کردن 3 روز نشست، کاراتون رو بکنید، تولیدات رادیو رو بکنید که 3 روز نیستید و برای تلویزیون و رادیو. ما رفتیم به یه قرارگاهی که برامون ناشناس بود، اسمش هم من نمیدونم چیه. یه قرارگاهی بود از بدیزادگان به طرف بغداد نمی رفتیم، بلکه می رفتیم به طرف اردن، از سمت چپ جاده که می پیچیدیم. یک قرارگاه درندشتی که هنوز نیمه کاره بود در حقیقت، تازه مشغول آماده سازیش بودن و سالون ها و نمی دونم قلعه ها و جاهای متعددش. ما یکی دو روز هم اونجا موندیم. روز سوم گفتند که امشب نشست شروع میشه و حالا حدود 2000-3000 نفر فکر کنم تو این نشست شرکت داشت. ما رفتیم وارد نشست شدیم. وارد نشست شدیم و پس از مدت‌های مدید آقای رجبی و خانم وارد شدن با کف زدن فراوون و خوشحالی زیاد. بالاخره پس از این همه بمبارون همه دور هم جمع شده بودن با 50-60 شهید، 40 شهید، ولی بقیه سالم بودن، سازمان سالم مونده بود. بعضی حوادث تو زندگی آدم خیلی جالبه که با چیزای بزرگ اتفاق نمیفته، با چیزای کوچیک اتفاق میفته. من چیزای زیادی رو تو طول این سالها، من 52 تقریبا با سازمان مجاهدین به من هوادارش آشنا شدم. بسیاری حوادث، بسیاری فشارا، از زندان شاه گرفته تا کوههای کردستان، تا آوارگی، تا جا به جایی، خیلی چیزا رو تحمل کرده بودم. یکی از چیزایی که من واقعا تو زندگیم دوست نداشتم به دلیل وضعیت خانوادگی، به دلیل همین وضعیت ادبی علاقه به شعر، جا به جایی بود. یعنی تو زندگی یکی از چیزایی که من رنج میداد، من تا به جای عادت نکنم نمیتونم بنویسم. یعنی تو محیطی که هستم باید به در و دیوارش عادت کنم. این عادتی که 2 ماه وقت میطلبه. یکی از مشکلاتی که من تو تشکیلات داشتم این بود که تا به یه اتاقی عادت میکردی اتاق عوض میشد، تا به یه قرارگاه عادت می‌کردی قرارگاه عوض شد، باید بری فضای جدید، در و دیوار جدید، بنگال جدید. ولی حل و فصل شده بود این مسئله فردی، مسئله خانواده، مسئله زن، خیلی چیزایی که خودتون می‌دونید دیگه. تشکیلات بی‌خوابی، نمی‌دونم تو سنگرنشینی مارک، نمی‌دونم ترس و بزدل بودن زدن، ولی کیست که در قول معروف با ترس وارد چنین زندگی اولناکی بشه که هر روز و هر شبش با خطر مرگ همراهه. ولی تو این نشست آقای رجبی وارد شد، پس از کف زدن آن نشست، سلام علیکای اولیه، هنوز قشنگ یادمه صدای اندک بلند شد و یه نصف سیگاری روشن کرد و گفت بچه کدوم یکی تو این مدت احساس کردید پس از انقلاب مریم انرژیتون 100 برابر شده؟ همه دست بلند کرد، منم دستم رفت بالا. دقیقا در همین جا بود که یه مرتبه شکستم. دیدم که ببینید طلاق آدم داده، فشار تحمل کرده، ولی دارم دروغ میگم. واقعیت اینه که انرژی من 100 برابر نشده که هیچ، که کلی هم افت کرده و کلی من دارم میجنگم با خودم. این 3 بار تکرار شد ظرف نیم ساعت که یه مقدار صحبت کرد. دوباره گفت که کی 100 برابر شده. دفعه سوم که شد من دستمو بلند کردم آوردم پایین، کنارم حمید اسدیان بود. گفتم حمید کاغذ داری؟ گفت چرا؟ گفتم میخوام بنویسم بریدم، میخوام برم. تا
تمام شد یه لحظه. احساس کردم که تمام زندگیم دارم با دروغ زندگی میکنم و دیگه هیچ انرژی برای ادامه دادن به این دروغ بزرگ در من وجود نداره و یه مرتبه از محیط اطراف، از خودم، از همه چی بدم اومد. خب این مراحل کمی این تغییر قبلا ذره ذره درتون وجود داشته که به این مرحله رسی. دقیقا. دوستی نوشته که مدت‌های مدیدی است چشم به راه هم که آقای یغمایی بگویند چرا مجاهدین دست به انقلاب ایدئولوژیک زدند، اما تا به امروز پاسخ این سوال رو ایشان بیان نکرده است. اون چه در یکی از پایگاه‌ها ویدئوی اون رو خودم دیدم نقل می‌کنم. من بخشی از صحبت این دوست رو اینجا می‌خونم. آقای یغمایی کنار رهبران عقیدتی نشسته بود. مسئول به ایشان رو کرد و گفت اسماعیل از انقلابت بگو، انقلاب چه کرد با تو و چه گذشت بر تو؟ اسماعیل چیزی بدین مضمون گفت که من برادر مدت‌ها چنتم خالی بود و فقط با کلمات بازی می‌کردم، شعرهایم هم عمقی نداشت. مسعود گفت حالا کتاب شعرت رو بخوان. اسماعیل شعر در امتداد نام مریم را خواند. ایشان کم در این باره صحبت می‌کنند و اینکه این چه تأثیر مخربی بر دیگران داشت. ببینید این صحبتایی که این دوست کرده درسته، یعنی بالاخره من این حرفا رو زدم، ولی من 25 سال قبل، یک چهارم قبل با من الان بسیار آدمای متفاوتی هستیم. اون آدمی که 25 سال قبل این حرفا رو میزد برای من الان یک غریبه است، هیچ تعارفی ندارم. 25 سال تکاپو، تلاش، کوشش برای فهمیدن، تقریبا اکثریت خطوط ذهنی منو دیگرگون کرده. من هیچ پنهان نمی کنم که 25 سال قبل من دفاع می کردم. منظومه در امتداد نام مریم و با شعور اون موقع خالصانه و صادقانه بدون چشم داشت. به جایی که خودم میفهمم سرودم، فکر میکردم از یه حقیقت، از یک ارزش دارم دفاع میکنم، ولی بعدا فهمیدم نه، اشتباه کردم. چنانکه وقتی من به 20 سالگی خودم نگاه میکنم واقعا از اندیشه های اون موقع، از بخشیش اقلم برام خنده داره. بنابراین به این دوست گرامی میگم شما با کسی روبرو هستید که دیگه وجود نداره. اون آدمی که اون حرفا رو میزد، اگر باور بکنید که آدم دائما در حال شدنه و نبودن و بودن یعنی مردن، یعنی در حال تغییره، من تغییر کردم همینو بس.